سلام آقای دکتر پس نباشید سلام حال شما شد خوب هستیم من یه سوال داشتم تا جلسه شروع نشده خواستم آه. ببینم که چند جلسه اید ما داریم برای فلسفه عرض میکنم عرض کنم خدمتون که دقیقا نمیدونم ولی فکر کنم در یکی دو سه هفته دیگه باید برسیم به در واقع الان حالا هابز رو که بریم یه دو سه هفته دیگه فکر میکنم تموم میشه که بعد از اتمام این کارگاه کارگاه چیز شروع میشه دیگه توی این روز تفکر انتقادی تفکر نقاد و شیبه های تفکر انتقادی بعدش ادامه شونه دیگه بعد از فرصه درست دقیقا دیگه حالا شما روی دو سه هفته فکر میکنم دو سه جلسه دیگه با تموم میشه. شما الان این ها رو هم که چیز بکنیم ادامه بدیم بعدش دیگه یواش یواش میرسیم به الان قرن 15 16 این دیگه تقریبا یه یعنی دو سه قرن تا برسیم بر. به خب عرض کنم خدمتتون که بسیار بریم سراغ ادامه ماجرا ما این جلسه قراری که در رابطه با یکی از تاثیرگذارترین فلاسفه یعنی جناب آقای هابز صحبت بکنیم خب هابز در واقع میتونیم بگیم به نوعی یکی از اولین افرادی بود که اون فلسفه مادگرایانه رو اومد به شکل نوینی بهش پرداخت یعنی جزء ای بود که مادگرایی رو به صورت نوین اومد بست و گسترشش داد خب هم در واقع کسی بود که مادگرایی این ماده فیزیکی رو به عنوان تنها چیزی که میشه ارزیابی کرد در واقع بررسی کرد و گفتش که فقط ماده فیزیکی وجود داره به جز اون دیگه چیزی وجود نداره همه چی هم ما میتونیم بر اساس این ماده فیزیکی ارزیابی بکنیم و خب در انچه همه مفاهیم مثل حرکت یا چیزهای دیگر رو هم ما میتونیم این توصیف بدیم خب هابز سال 1588 تا 1679 زندگی می کرد و حالا دفعه قبل ما هابز رو صحبت کردیم یا نه هابز اصلا چیز نکردیم آره. خب چون یه لحظی گفتم نکنه هابز دفعه قبل گفتم خب. پس هرنچه هابز در واقع چه کار گفتیم که این سال 1588 به دنیا اومد تا 1000 679 هم در واقع چیز بود دیگه زندگی میکرد و این خب زمانی که یه اتفاق جالبی در به دنیا آمدن این جناب آقای هابز وجود داشت اونم این بود که مادر هابز وقتی خبر حمله نیروی دریایی اسپانیا رو میشنوه میشنوه که نیروی دریایی اسپانیا حمله کرده استراب میگیره وحشت زده میشه میترسه و در اینجا هابز زودتر از موعد به دنیا میاد و این عاملی میشه که هابز همیشه در واقع خودش هم بیان میکرده که آدم مستربی بوده استراب همیشه داشته و خودش همیشه بیان میکرده که من و ترس با همدیگه به دنیا آمدیم در واقع من و ترس با هم متولد شدیم خب در چه خب شرایط رشدش در یک چنین جدالی بوده در زمانی که بچه بوده خب زمانی زندگی میکرده که ملکه الیزابت اول حکمرانی خب میکرده تو زمان عصر ملکه الیزابت اول بوده و این دورانی بوده که خب خیلی اتفاقات مختلفی میفته یعنی مرگ مثلا ملکه جنگ های داخلی انگلیس و خیلی مسائل دیگر رو هابز در اون دوران زندگی خودش مشاهده میکنه خب توی آکسفورد میره تحصیل میکنه و بعد میاد به عنوان معلم خصوصی یکی از صاحب منصبان اون موقع یکی از حکمرانان بزرگ اون منطقه ارل در واقع دونشایر شروع میکنه به کار کردن یعنی میره معلم خصوصی اون فرزندان افراد طبقه اشرافی و بالا رتبه میشه و خب این باعث شد که این شروع بکنه که همین که در این طبقه شروع کرد به کار کردن این باعث شد که خب این هابز یک دست دستاورت ها امکانات و این سری عواملی در اختیارش قرار بگیره وقتی با اون طبقه شروع میکنه به کار کردن باعث میشه که خب یه دسترسی هایی پیدا بکنه مثلا به چی به کتابخونه بزرگ و کتابخونه های درجه که اون موقع میتونه دسترسی پیدا بکنه سفرهای مثلا متعدد خارجی شروع میکنه رفتنش وقتی معلم خصوصی در واقع یک اشرافزاده صاحب منصب میشه در لول پادشاهی میره تو خاندان پادشاهی شروع میکنه به کار کردن این باعث میشه خب با این بچه ها هی این میرفته نمیدونم به امکانات تحقیقاتی بالاتری دست پیدا میکنه و خب اینا همه باعث میشه که بهتر بتونه مطالعاتش رو روش بده و علاوه بر اون خب این باعث میشه که آدم های گردن کلوفتی رو مشاهده بکنه بالاخره میرفته با الیت و نخبه های اون عصر میتونسته رفت آمد بکنه و این باعث میشه, که خب یک تفکر متفاوت و جدیدی رو در حوزه های ببینیم خب پس این باعث شد که روابط نزدیک و علمی با آدم های گردن کلوف یه ایجاد کنه خب این جناب آقای هابز توی همین روابط توی فرانسه وارد یک گروهی میشه که دکارت هم توی اون گروه بود یعنی به اون چیزهایی راه پیدا میکنه به اون میتینگ ها و ملاقات ها و جشن ها و مراکزی میره که دکارت هم در اونجا میرفته و یه نامنگاری بین هابز و دکارت شروع میکنه به ایجاد شدن پس این دو تا قول بزرگ اونجا با همدیگه شروع میکنن تو فلسفه یک رابطه ای رو ایجاد کردن یک رابطه دوستانه مبتنی بر بحث بر مسائل فلسفی ایجاد میشه با کسای دیگه ای هم در واقع رابطه پیدا میکنه مثل گاسندی که خب یکی از ریاضیدانای دانا بزرگ اون موقع بوده و دوست نزدیکش میشه بعدن و در ایتالیا با کی ملاقات میکنه آقای هابس با گالیله تو ایتالیا هم با گالیله در واقع ملاقات میکنه پس ببینید این دایره آدمایی که هابز باشون رفت و آمد میکنه دیگه همه آدم حسابیان تو ریاضی گاسندی گالیله که خب از وزنه های بزرگ اون موقع بوده دکارت که خب اون هم از وزنه های بزرگ فلسفه بوده شروع میکنه با اینا رابط دوستی و در واقع چیز برقرار کردن به اون محافل راه پیدا کردن یه مدت هم معلم خصوصی پادشاه بعدی انگلیس میشه همون چارز دوم معروف میاد پادشاه معلم انگلیسی اون میشه میتونید مقایسهش بکنید الان بفهمید که خب در چه لولی بوده این آدم که به یه همچه ارتباطاتی داشته به این چارز دوم ریاضی درس میداد خب هابز ذاتا گفتن این آدم ترسویی بود آدم پر استرابی بود و این استراب و ترسش رو هم ارتباط میداد خودش با شیوه تولدش که میگفت من با ترس با هم زاده شدیم اما جالبه که در فلسفهش و در زمانی که داره از اندیشه های فلسفی خودش صحبت میکنه به هیچ وجه ما هیچ تزلزلی رو نمیبینیم انگار که در فکر کردن در نوشتار و در نگارش یک آدم بسیار پرجرأت و قدرتمندی بوده زندگیش سراسر هم گفتم میتونی که پر تن... تنش بود این هم به دنیا آمدنش با تنش بود زودتر از موعد به دنیا اومد مادرش استراب گرفت و از ترس حمله اسپانیا بچه زودتر به دنیا اومد زمانی هم که زندگی میکرد زمانی بود که بین ملکه الیزابت اول یعنی عصر الیزابت اول تا چارلز دوم بود که اون موقع انگلیس پر از جنگ های داخلی و دردسر و چالش های مختلف و مرگ ملکه و یا گرفتاری هم در واقع در اونجا دیده بود خب این جنگی هم که اون موقع تو جنگ داخلی انگلیس رخ میده یه جنگ خیلی مهمیه تو تاریخ انگلیس یه جدالی بوده که خب این چارز اول و سلطنت ها ایجاد میکنن طرفدارای چارلز با پارلمان با مجلس یک جنگی شروع میشه در سال 1000 مثلا فرسان 643 تا 51 تو اون هولوش یه همچین اتفاقی میفته یه جنگ داخلی تو انگلیس ایجاد میشه که خیلی جزء جنگ های معروف داخلی انگلیسه و نهایتا هم بالاخره پارلمان بیروز میشه و نیروهایی که به پارلمان کمک میکردن حالا اون ارتشی که با پارلمان بود و اون مردمی که در طرف پارلمان بودن باعث میشن که سال 1649 چارز اول ادام بشه این و بعدش هم در واقع این چارز دوم دو هم جانشینش رو تبید میکنن و هم که بچه که معلمش بود هابز اونم تبید میکنن و و یک حکومت مشترک منافعی ایجاد میشه اون موقعی که اولیور کرامول در واقع رهبریش رو ایجاد میکنه یعنی این زمان مهمیه تو انگلیس خب و بالاخره حالا این چارز دوم بعدش بالاخره سال 1660 دوباره پارلمان انگلیس میاد تجدید حکومت سلطنتی رو میپذیره یعنی یه دوره ای اونجا پادشاهی ابی میره اونطا بعد اینا میبینن تبعات در واقع جمهوری انگار داره بالاتر میره و اوزا درست پیش نمیره و پارلمان به این نتیجه میرسه که دوباره پادشاهی رو ایجاد بکنه اما خب حالا قدرت رو یه مقدار مشروط میکنه و تغییراتی در ساختار قدرت انگلیس ایجاد میشه این هابز اون موقع زندگی میکرد خب میاد هابز چی میگه توی زمانی که خب هابز یادتونه دیگه ما الان در چه عصری هستیم گالیله از این طرف عرض کنم خدمتتون بیکن اینا اینا رو اومدیم ارزیابی کردیم دیگه کوپرنیک نمیدونم افرادی در اون موقع داشتن زندگی میکردن که در واقع گفتیم که این علم نوین یواش یواش داشت پایه میگرفت خب هابز در اون عصر در این عصر زندگی میکرد تو عصری که سلطه دین و فرقه های دینی بود و یواش یواش تلاش داشت میشد که این سلطه کاهش پیدا بکنه اما کماکان این کار مثلا دینداری یا امکان انکار کردن خدا میتونست باعث تبعات بشه میتونست باعث بشه که شما رو به درد در توی اون زمان هابز میاد فلسفه مادیگرایی رو ارائه میکنه و میگه این جهان و همه اشیایی که در این دنیا وجود داره مادیه یا به عبارت دیگه ای در واقع جسمه و یه ابعاد مشخصی داره یک فضای مشخصی طول و عرض مشخصی بعد مشخصی داره و در نتیجه وقتی ما میگیم یک چیزی مادیه یعنی دارای طول عرض ارتفاع یک عباد مشخصی داره و به جز این هم چیزی وجود نداره بقیه این چیزی که دیگه بقیه میگن اینا همه چرت و پرت و خرافات هابز میاد اینو اعلام خب پس در نتیجه میگه هر جزئی از جسم پس یادتون که هابز از فلاسفه بزرگ و میتونیم بگیم اولین فیلسوف مدرنیه که میاد چه کار میکنه؟ میاد گرایی مدرن رو پایریزی میکنه خب اه و در نتیجه میاد اعلام میکنه که آقا هر جسمی هر جزئی از جسم و هر شی و هر جسم اساسا همین ستا بودو داره دیگه طول و عرض و ارتفاع پس انشه هر قسمتی از این جهان رو که نگاه بکنید یه جسمی و اگر یه چیزی جسم نباشه اصلا جزء جهان نیست ماده اگه نباشه که جزء این جهان نمیشه باشه و در اینچه همه چیزی که در این هستی هست کل این حیات ما کل این چیزهایی که شما در این کائنات میتونید پیدا بکنید همش باید جزوی از ماده باشه و میاد چی بیان میکنه؟ میاد میگه که در نتیجه هر بخشی از این جهان جسمه و اون چیزی که جسم نباشه بخشی از جهان نیست وقتی همه اجزای جهان جسمه هر چیزی رو که شما دارید توری تعریف میکنید که جسم نیست یعنی از عناصر موجود در این جهان نیست و احتمالا شما با تخیل خود ایجاد کردید پس از اونجایی که این جهان یعنی همه این چیزها کل این هستی در واقع همه این جهان همه ای چیزی که وجود داره هر چیزی که جزوی از این جهان نباشه پس وجود نداره هر چیزی که مادی نباشه وجود نداره در هیچ جایی نیست شما نمیتونی بیای بگی که یک مفهومی وجود داره که در این جهان هست ولی از جنس این جهان نیست اگر در این جهان هست از جنس در این جهانیه و مادیه اگر نیست که خب پس هیچی دیگه خب پس سنیچه شما میبینید که هابز میاد توی فلسفه خودش بعضی از چیزها بعضی از حرفایی که فلسفی دیگه می زدن مثل مثلا جوهر غیر مادی یعنی یه جوهری است که مادی نیست غیر مادی اینا رو همه رو چی میداد می که بیشتر اون فیلسوفای الهی یا کسایی که میل به الهیات داشتن بیان میکردن اینا همه رو بی معنی میدونن میگم ببینم چرت و پرت اینا میگه حرف بیخودی تخیل وجود خارجی هم نه خب در انچه اگر ما بیایم ببینیم که هابز ماده گرای این چنینی نیست خب پس اینجا سوال پیش میاد که تصور هابز از خدا چیه میگه این تابز جواب جالبی میداده میگفته اصلا داشتن تصوری از خدا یا صفاتش این خیلی فراتر از توانایی که در انسان وجود داره اصلا اون تصور خارج از این توانمندی و خارج از این قابلیت مادیه که ما داریم پس این, چه؟ این بی معنی فکر کردم بهش خب اینجا باید توجه بکنید که این ترفند هابز بود ترفند هابز بود که اینجوری بیاد چکا بکنه بیاد آزادی بیان و جان خودش رو حفظ کنه یعنی عملا به صورت کنایه آمیز میگفته نیست خدا هم چیزی وجود نداره ولی خب جرات هم نمیکرد تو اون زمان سری ادامش میکردن دیگه اگه هم چه حرفایی میزد گفتیم که اصل گالیلو و اینا زدیم که پدر اونا رو در برده بودن دیگه این گالیله آه... تازه نیومده بود بگه خدا نیست گفته بود مثلا اون چیزی که در کتاب مقدس هست مثلا درست نیست میخواستن محاکمش کردن خب پس آه... یه عاملی که بود هابز زمانی که این سالات ازش پرسیده میشود چون وقتی میمد فرسمش ارائه میداد خب آه... افرادی که از در داردست الهیات بودن ازش میپرسیدن که پس این ماجرای خدا چی میشه این میاد میگفت آقا خدا تصور یه چیزی به این کاملی و بزرگی و عظمتی از درک دستگاه مادی بشر خارجه یعنی عملاً مجبور میشود این گونه با این ترفند اعلام بکنه که آره این دستگاه مادی ما نمیتونه اون رو بشناسه اما نمیواد بگه خدا نیست بعد میواد تو فلسفه چی میگفت میگه هر چیزی تو این دنیا هست باید طول و عرض و ارتفاع و اینا داشته باشه جزء ماده اگه نباشه نیست یعنی اولا میواد میگفت که آقا این نیست ولی در پاسخ مستقیم میگفتش که بهتره که این گونه جواب بدیم تو اون زمان خب اه... هیچ وقت هم این آبز اه... توی بحثا اه... از این اه... نظریاتش عدول نکرد خب پس این چه عموما جوابهایی میداد که رد کردنش غیر ممکن بود یعنی وقتی می باید می دستگاه مادی انسان نمیتونه این مفهوم رو درک بکنه خب این آدم های مختلف اصلا اونا این دار دستی الهیات و اینایی که میخواستن باش در واقع کلنجار برن یا اندیشش رو ارزیابی بکنن نمیتونستن اصلا بیان این گزاره رو رد کنن دیگه چون اگه میگفتن آره این میومده میگفته که خب اگه میتونه درک کنه که بگین چیه بگین طولش کجاست ارزش کجاست ارتفاعش کجاست مایت درکش چجوریه خب اونا هم نمیتونستن بیان اینو چیز بکنن در اینچه از این شیوه استفاده میکرد هابز با بیان گزاره هایی که هم فلسفهش رو از بین نبره هم در واقع گیر نیفته خب اصلا این یکی از شیوه های هابز توی نگارش و پاسخ هم بود یک ترفندی مبنی بر اینکه بیاد پاسخی بده که این پاسخ خیلی شاید رو قراص نباشه اما در نهایت طرف مقابل جواب رو بگیره بدون اینکه بتونه ثابت کنه که هابزی هم چه حرفی زده یعنی عملا میگفته که خدایی وجود نداره ولی نمیشدم ثابت کنی که هابزی گفته در جواب میماده اینجوری میگفته اگر میخواستی ثابت بکنی بعد خود رو ثابت میکردی دیگه بعد میمادی پاسخ و سوالی میدادی که فلسفه الهی خودت یا اون تصورات خودت از بین می در همه جا اینجوری هم رفتار میکرد تو مسائل سیاسی حقوقی همه جا. و این باعث شد که پادشاه این چارز دوم خیلی از این آدم خوشش می اومد دیگه همصحبتی باهاش جذاب بود در حال این شیوه رفتار هابس و نزدیکیش با چارز دوم باعث شد که امنیتش تعمین بشه ولی مثلا کسان دیگه مثل گالیله و فلان و اینا بعد که اونجا بودن اینا خب این توامندی رو نداشتن این نزدیکی با سران قدرت رو هم نداشتن و در اینجا خب موزلاتی رو هی رو به رو شدم باش دیگه خب یه سری از هم اسراش، کسایی که هم زمان با این آدم زندگی میکردن این رو میفهمیدن که این آدم داره تلاش میکنه که به این شیوه جان خودش رو حفظ بکنه یا حرفای این چنینی بزنه و در این باعث میشد که یه سری خطرهایی رو براش تولید کنن میمارن ای گیر بهش میدادن و نهایتا توماز هابس در یک برهی تصمیم میگیره که ترک کنه شهر خودش رو و فرار کنه بره اروپا که بخواد جان خودش رو نجات بده خب پس این اینجوری هم نبوده که یعنی این تمهیداتش همیشه به نفش بوده صد درصد فقط تونسته باشه کمک کنه تا حدی تونسته بوده بالاخره از محاکمه شدن و اعدام شدن فرار بکنه ولی خب چلنج رو داشته میشه. نوشته ها و کتاب هم در بعضی از موارد تحریم میشد یعنی علا رقم این همه ارتباطی با پادشاه داشته و میدونم اینا باز تحریم میشد ولی با همه این گرفتاری با همه این دوران سخت با همه این بدبختی و این گرفتاریهایی که داشت این آقای هابس 91 سال زندگی کرد اونا تو اون زمان تو اون عصر تونست با اون گرفتاری ها و جنگ های داخلی و گرفتاری تو عمر طولانیش هم خیلی چیزای مختلف سیاسی و اینا رو دید و تقریبا تا آخرای عمرش هم مطلب می نوشت تولید محتوا می و خیلی فعال بود خب پس گفتیم فلسفه اصلی هابز جانمایی فلسفه هابز این بود که فقط ماده وجود داره به جز ماده چیز دیگه وجود نداره پس در نتیجه هر شیی هر موجود متحرکی هر شی متحرکی هر حیوانی هر انسانی همه اینا در واقع یه نوع دستگاه خودکارن یه دستگاه اوتوماتیکن که یک متریالی هستن یه ماده هستن که انگار که یه سری فعالیت ها رو به صورت اتوماتیک دارن انجام میدن اینا دارای روح و فلان و اینا نیستن اینا یه سری موجوداتی هستن که یه سری فعالیت ها رو انجام میدن و کل کائنات هم یک ماشین عظیمیه دیگه این کائنات و همه هستی هم مثل یه ماشینی در نظر بگیرید که اجزای مختلفی داره و این اجزا با هم دیگه در حال کار هستن و ادامه پیدا میکنه. در اینچه هابز با این ایده هم فلسفه مادی متافیزیکی نوین رو پای ریزی میکنه و همین که یک دیدگاهی رو میاد از جهان ارائه میده که دیدگاه صرف مکانیکیه یعنی اصلا فاقد در واقع اون ماجرای مسل افلاتونی روح یا اندیشه یا چیزی است که فرای ماده وجود داشته باشه و این پایریزی ماده گرایی یا متریالیسم نوین رو اینجا ایجاد میکنه خواهد ببینید یک کار بسیار بزرگی میکنه در فلسفهش میاد بیان میکنه که جهان چیزی به جز ماده نیست هر مفهومی به جز ماده بیمنیه و در نتیجه ما انسانها موجودات و همه اجسام رو میتونیم به وسیله وص... به یک ماشین مکانیکی ارزیابی بکنیم خب روانشناسیش هم روانشناسی مکانیکی بود دیگه روانشناسی خودکار محور یه روانشناسی انگار به مکانیکی ما داریم کار میکنیم اه... که خب بعدا ما میبینیم که اینا اه... در اندیشه های مثلا فروید میبینیم که فلسفه هابز وجود داره انسانی رو که فروید میاد روان در, در روانکاوی خودش میکنه انسان نیست که تحت تاثیر نیروهای خودکار اتوماتیکیان به قول هابس که حالا شما اسمش رو می‌ذارید این یک سلسله در واقع از قبل گویی تنظیم شده است اینجوری نیست که حالا شما یه روحی وجود داشته یک چیز فرا وجود داشته و خب البته حالا این هابز تمامی این فرایندهای ذهنی رو از فکر کردن تو بگیر تا احساسات تا هر چیز دیگر رو در فلسفه و روانشناسی خودش به مسابه یک فرایند ذهنی مادی ارزیابی میکرد یعنی میگو واقعا در کاسه کلمات تو این سر ما یه سری مواد وجود داره جنبش این مواد که درون مغز ما هست درون این جمجمه ما هست درون سر ما هست منجر به رفتارهای شما میشه منجر به هیجانات شما میشه منجر به این احساسات شما میشه همه اینا در واقع باعث میشه ماتریالیسم در واقع به صورت نوین شکل بگیره خب و الان هم وقتی شما به حالا شما این نبوغ این آدم چون زمان 1500 600 رو نگاه بکنید که این خیلی کار شاهکاریه برای اینکه الان شما میایی حالا نوروساینس داری میای مثلا ارزیابی میکنی مغز رو میبینی انگار بیرا هم نمیگه شما الان یه بیماری میاد پیشت یه دارویی بهش میده خیلی راحت این شما اگر تجربه مصرف دارو رو داشته باشید میتونید نگاه بکنید که چجوری میشه که این دارو من یه مراجعی داشتم یه داروی براش تجویز کرده بودم و یه خورده بود بعد از یه مدت دو من میگفتش که من آقای دکتر دارم فکر میکنم که این منم اون منم این در واقع من کدومم اگر این منم در رفتارهای اون من کدوم من نقش داشت انگار که من مثلا قدرت چون این آدم مثلا فرسان هر روز این خانم گریه میکرد مثلا افسرده بود و حالا مثلا یه داروی ما بهش دادیم بعد از روز سوم میگه آره من اصلا دیگه افسرده نیستم خیلی خوشحالم من زندگیم تغییر کرده خب حالا ماجرا اینجاست که این قرص کوچولویی که تو داری میخوری و یک تغییر شگفت اینجوری داره درات درست میکنه خب این آیا این سال رو ایجاد نمیکنه که پس اونی که این افسردگی رو داشت کجا رفت چجوری مف شد پس آیا تو در رفتارهای خودت آگاهی داری؟ آیا تو در ایجاد هیجاناتت دستی داری؟ شما مگه میگی آی روح من مثلا فسرده و افسرده و فلان شده روح هم مثلا فلان خب این روحت پچه جوری با یه دو قارون دارویی مثلا یه دفعه روحت تغییر کرد این چجور روحی بود که یه دفعه مثلا متفاوت شد پس انگار که متریال ماده انگار نقش موثرتری رو داره ایفا میکنه انگار که این هابز این چیزی که داره میگه تو فرضاش همین دیگه حالا اون موقعی که نبوده این بند خدایی دارو آیدا اون موقع نبوده که ولی خب شما الان میبینید که مثلا یه آدم میاد میاد میگه که آقا من مثلا همش فکر میکنم که یه نفر میخواد به من آسیب بزنه مثلا میاد میگه که آقا من مثلا صدا میشنوه خب شما براش داروی تجویز میکنی اولانزاپین پنج تجویز میکنی اگر مثلا ببینید که ایشون ترس های پارانوید مبنی بر اینکه که مورد مثلا بازرسی داره قرار میگیره مورد تحت نظر این چیزها داشته باشه و علاوه بر اون به صورت صدا اینها رو بشنوه مثلا میتونی این وگاه مثلا سه میلی گرم رو براش تجویز کنی ایشون شروع کنه خوردن دو هفته دیگه اصلا این صدا ها میره این افکار ها میره این سه می هفته که داره رو میخوره میبینی یواش یواش اون استراب ناشی از هیجانات منفیش از بین میره خب پس حالا مثلا اینجاست که پس چی شد این روحت کجا رفت یعنی ما با یه داروی این وگاه سه میلی گرم این روح پر تو رو که نشانی از خداوند بزرگه اینه گرفتیم تغییر شدیم خب پس این یکم حالا حابزم موقع دارو اینا نبوده ولی هابز عقل داشته دیگه مثلا میدیدی که آقا اینا شراب که میخورن خب این چی میشه هم آدمه که. این که همون آدمه که اینجا همون آدمه خب رو می دیگه میدید آقا این که این آدم مثلا این حسن که همون حسنه چی شد که الان مثلا چهار تا پیک مشروب که خورد خوشحال شد خوشمشرب شد صحبت کرد یا پرخاشگر شد یا مثلا حمله کرد یا یک یک بود دیگه ای در این آدم یه دفعه ایجاد شد خب پس این انگار که اینقدرم مادی دیگه چیز مادی رفت اونجا یه تغییراتی شد حالا الان مثلا فرض کنید که الان ما وقتی میایم افرادی که با نگاه ماتریالیستی الان ارزیابی میکنن شخصیت انسان رو فلسفه و تفکر انسان رو میام میگم بله آقا شما روحت کجا بودین مسیرهای دوپامینرژیکته این مسیرهای سروتونرژیکته خب مسیرهای دوپامینرژیک و سروتونرژیک یا نوراپینفرین یا سینپس ها دندریت ها آکسون ها نرون ها پیوند های در واقع شیمیایی سلولی و مولکولی که در مغز ما وجود داره که حالا در اه... کاپلان اینا اونجا میخونید نوروسایکولوژی مغز رو آناتومی مغز رو اونجا باش آشنا میشید خب شما اینجا میبینید که اه... کسی که نگاه متریالیستی داره میگه مثلا احساس شادی تبلور حرکت فلان ماده شیمیایی در مغز و تغییر فلان سینپس فلان آکسون فلان دندریت فلان بمدان فلان فلان این شیمی مغز تغییر کرده اینو میگه میگه ای خب این اصلا ارتباطی با چیز نداره که ارتباطی با اون ماجرا نداره پس شما بله شما میتونید که بیاین یه دارویی الان به این نفر بدید این شخصیتش مهربان بشه مثلا یه دارویی به نفر بدید که آسانه تحملش بره بالا شما با شوخی کنی فلان کنی اینم با شوخی کنه بگی بخند مشکلی هم نداره شوش میتونی یه دارویی به نفر بدی که پرخاشگریشو کنترل بکنه میتونی یه دارویی به نفر بدی که خوابش رو کنترل کنه حالا شاید شما بی, بی که آقا این داروهایی که الان ما در واقع داریم استفاده میکنیم به صورت 100 درصد همه این مفاهیم رو ایجاد نمیکنه خب اونا هم میگن خب برای ما دانشمون رو مطالعه بیشتر میکنیم 100 سال دیگه پیدا بکنیم. دوپامینو میام میگم یعنی اینجوری نیست که ما حالا الان مثلا این مسیرهای دوپامینرژیک سروتونرژیک نمیدونم نوراپینفرین این هورمون هایی که در مغز هست رو تا این حد الان شناسایی کردیم تا این حد داریم مداخله میکنیم خب بالای 200 سال دیگه میتونیم کارهای دیگه هم پس پس چه ببینید هابز پایه‌گذار یک عامل بسیار مهمه میاد میگه انسان مثل یک ماشینه نه تنها انسان تمامی موجودات زنده اون که شما تصور میکنید روحی وجود داره که باعث حرکت های یک انسان زنده میشه هم چیزی وجود نداره دنیا چیزی به جز ماده نیست چیزی به جز یک فضای متریالیستی ما در دنیا نداریم در یک دنیای متریالیستی هر شیعی حتی انسان یک شیعه همه چی ماده است چون چیزی به ماده نداری همه چی ماده است حالا این مواد دارای طول و عرض و ارتفاع یک قوانینی دارن و یه سری از این مواد مثل انسان مثل خرس مثل گاو که اینا انسانن و مثلا با کوه و حیوانن و با مواد دیگه متفاوتن این مواد در واقع یک نوع ماده ای در واقع یک فرایندهای ذهنی درشون وجود داره که اون فرایندهای ذهنی در واقع جنبش مادی اون سره تو کاسه سر مواد داره یه جنبشی ایجاد میکنه اون جنبش مواد باعث شده که مثلا این رفتارهای شکل بگیره پس انشه این نظریات مفاهیمی ای رو ایجاد کرد به نام مادیگرایی متریالیسم عملکرد خودکار که بهش چی میگیم مکانیسم اینا چیزی بود که ابسولوت کرد این یعنی اومد گفت آقا ما یه چیزی داریم به نام مادیگرایی ماتریالیسم یه چیزی داریم به نام مکانیسم مکانیسم چی میگفت عملکرد خودکار این خودکاره که یه سری مسائل در مغز ما بشه تو خودکاری عملکرد خودکاریه این مکانیسم موجود زنده است که خودکار قلب میزنه اون یکی اینجوری میکنه این خودکار و یه چیزی هم درست کرد به نام روانشناسی مادی یا فیزیکی یک روانشناسی سایکولوژی مبتنی بر فیزیک ایجاد کرد این خیلی امر مهمی بود چون تا قبل از هابز عاملی که در واقع باعث میشد که نه گفتیم دیگه فلاسفه الهی یا فلاسفه دیگه چیزی رو تعریف میکردن به نام جوهر غیر مادی حالا از افلاطون بگیم مثل مسل تا کسای دیگه میمدن یه جوری تبیین میکردن که بگن که آقا این یه چیز غیر وجود داره که این مواد قلب و کلی و اینا به واسطه حضور و اون چیز غیر مادی داره کار میکنه آقا اومد گفت اینا همه شعره اینا همه بیمنی اینا هم چرت و و ما چیزی داریم به نام روانشناسی مادی ما با روانشناسی رو از طریق مادی ارزیابی بکنیم کاری که الان حالا ما الان خیلی روش کردیم دراش دیگه که بیایم ببینیم که آقا یادا ناراحتی خود چه تغییرات مادی در مغزش ایجاد شده ذهن ای. چیزی فکر ذهن روح چیزی به جز جنبش مادی درون مغز شما نیست یه مادی داره اونجا انجام میگیره حالا اون ماده رو ما شاید نشناسیم ولی الان مثلا میشناسیم میگیم که آقا مثلا دوپامینه سروتونینه فلان ماده است اینه بقیهش همه دیگه داستانه حالا اگه بخواین میتونید امتحان کنید میتونید شما مثلا بیاین میبینید که مثلا ما یه فردی که میاد میگه که آقا این من هیچ تعوصله ندارم تمرکز ندارم فلان نمیخوا داروی میدیم یا از با تمرکز داره داره همه چیز خوبه دیگه میره واسه خودش مثلا خب شما وقتی نگاه میکنی میبینی که خب حالا تویی که با یه دارو تونستی به این راحتی شخصیت این طرف رو تحت تاثیر قرار بدی آیا اینگونه نیست که اصلا شخصیتی وجود نداره یک مکانیزمه که اون مکانیزم دراش یه ایراد ایجاد شده حالا آره تو میگه اونجا ایراد درست میکنی یا اینکه نه ایراد نه به سمت مطلوب جهتش میدی حالا در روانشناسی مدرن البته یادتون باشه در اون قرن 15 16 همین حرف زدن دقیقا مثل این که الان ایمان بیاد مثلا بگه من موزل سیاشاله رو حل کردم تو فیزیک مثلا این تو اون موقع مثلا این مفاهیم یادتون باشه اون زمان کی بوده دیگه اون موقع این ماتریالیسم میاد شروع میکنه خیلی کار بزرگی همینقدر که فکر کرده مثلا بغلش رسیده بیاد در فلسفه‌اش اینا رو تبیین بکنه شما با الان شاید براتون چیز طبیعی باشه که بگید خب معلومه بالا معلومه که باید تغییر شیمیایی یا هورمونی در مغز ایجاد بشه الان خب شاید برای شما این پدیده فرای این که اصلا اعتقاد میخواین داشته باشین که خدایی وجود داره یا نه حتی خدا باوران و خود پاپ هم الان بری باید صحبت بکنی نمیاد بگه که ما اعتقادی به تغییرات مادی مغز نداریم یعنی اون دیگه الان که انقدر دیوانه نیستن که بیان اونا هم اینه بگن که خب پس انچه مزدور که شما ولی اون موقع بله اون موقع اصلا خب عقلشون نمیرسیده به این مسئله ای زمانش هم در نظر بگیرید خب حالا این چیزایی که هابز میاد میگه سه قرن بعد میاد یواشاش میوه میده یعنی این سه قرن بعد یه دفعه میبینی این تفکر ماتریالیستی یادتون باشه 1500 تا 1600 بوده دیگه اون موقع سه قرن بعد میشه که 17 18 19 یعنی قرن 18 19 20 یه دفعه میبینی خردگرایی میره به سمت اینکه علم میره جایی که مواد رو بشناسه دیگه از این دست از این در واقع جوهر غیر مادی برداره جوهر غیر مادی در هیته مثلا الهیات یا فلسفه باقی بمونه دیگه این دانشمندان علمی نرن دنبال اینکه بخوان جوهر غیر مادی رو پیدا بکنه خب و میدونید که بعد از دو قرن اصلا اندیشهش یه دفعه یه نفوذ خیلی عجیبی هم گرفت دیگه تو قرن 19 که اصلا دیگه شما جورت برعکس بود از این برای بوم بود شما مثلا در زمانی که افسادی مثل مارکس و اینا میان روسیه اینا بیا به خود پاپ هم جرئت نمی‌کرد بگه من مسیح. چون روح زمان دیگه رفته بود به سمتی که دنیا به جایی رفته بود که علم یه دفعه به درجه رسیده بود که یه سری دستاوردهایی داشت که اصلا نمیشد ردش هم کرد مثلا یه دفعه اتومبیل درست کرده ماشین درست کرده هواپیما درست کرده بشر کشتی درست کرده زیر دریایی درست کرده یه دفعه مثلا آنتیبیوتیک پیدا کرده بیماری ها رو درمان کرده اصلاً یه تحول ایجاد شده پمپ درست کرده آب اومده دوری دو کشی شده تو خونه الان شاید همین علم هم برای شما عادی شده باشه یه آدمی که الان داره زندگی میکنه ولی شما خودتو بذار جای مثلا آدمی که در اون قرن زندگی میکرده تحولات یه دفعه سرعت می‌گیره و خب مردم میبینن که نه علم انگار که ما میریم میشه کشیش دعا میخونه این میریم روی آنتی بیوتیک ما میده این موضوع تموم شد مشکل میشه جن اومد رفت تو تو نمیدونم اینجوری شد و بیا خط بکشیم دوره تو بیا فلان کنیم و اینا مردم یواش یواش باعث میشه که شکاف بیشتر میشه دیگه چرا چون علم هایی داشته که زمینی بوده دیگه حواله نمیداده به آینده یه دستاورد زمین خیلی خیلی, خیلی طبیعیه ببین الان خودتون هر چقدر یادای مذهبی باشی الان آپاندیس درد بگیری میکنی خود پاپ این کارو میکنن میره دکتر یعنی نمیاد بگه که آقا من برم بشینم اونجا انجیل بخونم اما در قرنی که مثلا فرض کنید در 300 سال 400 سال پیش علم انقدر توانمندی هم نداشه بیاد خط و نشون بکشه اصلا چون بهش میگفتن خب بیا حل مسئله خون بریم چیکار میخوای کنی که انقدر راحت نبود که با کوپرنیک گفتیم یادتون دیگه با کوپرنیک شروع شد یعنی وقتی کوپرنیک اومد منظومه جدیدی رو در نجوم رسم کرد که هاشاش محاسبات دقتش بیشتر شد کمتر گم شدیم تو دریا تونستیم مثلا اجرام رو بهتر ارزیابی بکنیم پیش ما یواش یواش بیشتر شد اجرام رو که تونستیم آنالیز بکنیم تونستیم بهتر هوا رو پیش بینی بکنیم بهتر فلان بکنیم یواشاش یواش کاراییش اومد رفت بالا خیلی به هر حال این جناب آقای هابز از فلاسفه خیلی تاثیرگذاری بود خب خیلی از نظریاتش شاید شما وقتی بری کتاباشو بخونی خیلی از چیزا شاید بتونی ایرادم بهش بگیری ولی در اون زمان طبیعی هم بوده بالاخره همین که تفکر کرده باعث شده ادراک بشری تغییر بکنه خب الان میدونی دیگه الان دیگه علم کنونی در روان پزشکی امروزی در علوم نوروساینس امروزی در علم شیمی امروزی آناتومی و فیزیک و پزشکی و تمامی علوم مادی که امروزه به صورت مشخص انسان رو سعی میکنه ارزیابی بکنه این دیگه تردید نیست فکت یک واقعیت غیر قابل رده که برای تمامی فرایندهای ذهنی ما یک مبنای مادی وجود داره این دیگه اینجوری نیست که به من الهام بشه حس شیشم هم اینجوری شد یه دفعه یاد فلانی افتادم خدا تو دلم و همش یه توضیح یک مبنا پس نشه تمامی فرایندهای ذهنی امروز دیگه یه مبنای مادی داره ما اینو میدونیم که مبنای مادی داره یک تغییری داره در مغز ایجاد میشه با امارای ها اف امارای ها امارای های رنگی نقشه های مغزی بررسی هورمون های مغزی آزمایشات پزشکی اینا رو میبینیم دیگه کامل داریم اینا رو میبینیم بعد مداخله هم میتونیم بکنیم اندازه گیری میتونیم بکنیم طول و عرض و ارتفاعش هم به در بیاریم. بر مبناش دارو هم درست این هم نداریم. خب پس این الان دیگه چیزی که ما اینو میدونیم و اینو میفهمیم که بدون اینکه ما بخوایم به یه سطح اجتماعی رو به رو مراجعه بکنیم اساسا امکان نداریم فرانت ها رو ایجاد بکنیم یعنی الان اگه با یه میلی بذارم توی سر فرشته نصف مغزش در بیارم این فلج میشه کور میشه این یعنی چی مگه نمیگه روح غیر مادیه ما چی شد اینجوری باشه که باد باشه این باید دیگه, دیگه. یه روحی در جسمت هست آ تو قبلش اینا نمیدونستم آب چه میگه خواهی مگه نمیگی روح اینجا خب ما الان بیم که مغزت نسش برداریم شما این روح تو که تا ناقص نمیشه که روح همیشه کامله دیگه خب تو بچه نمیتونی حرف بزنی پس نمیتونی راه بری پس نمیتونی نفس بکشی پس گویی تظاهرات بدنی تو به واسطه یک عامل غیر مادی شکل نمیگیره فیزیکی متوجه جسین چی میگم بتونی خیلی عادیه دیگه شما من نمیگه روح ناقص نیست نمیدونم فلان این آدم مرد چی شد جونش در رفت ما در فارسی اینو میگیم دیگه در همین زبان ها هم میگه یه همچین اصطلاحی دارن جون از بدنش رفت بیرون اصلا در ادبیات ماست در شعرهای ماست در فرهنگ ادبی جهان وجود داره در رفتن در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم میره سعدی میگه می دیگه در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن یا عالم حرف است در رابطه با اینکه روح چجوری از بدن خارج میشه جان چجوری در میاد چجوری میمیری سعدی نمیگه می دیگه. من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم میره معشوقم کردم من خودم دیدم این فرایند رو چجوری در میره خب این وقتی در ادبیات ما هست یعنی چی یعنی اینکه حالا این یه بیت انواع ما ابیات در ادبیات ما یه جای دیگه در کشورهای دیگه میتونید شما پیدا بکنید در ادبیاتشون یعنی این تصور این که این دستگاه مکانیکی ما داره کنترل میشه توسط یک جوهر غیر مادی وجود داشته چرا چون آدم اون موقع زندگی میکردن می مثلا ما یه کارت کردیم تو شکم مثلا فرض کنید نگار دیدیم نگار مرد بعد خب نگاه دیدیم نگار پاش که هست غیب نشد هم که از بدنش که هست فقط دیگه انگار این بدن را نمیره کار نمیکنه از حیث عملکرد ساقط شده پس این چی شد که ازش چی ازش حذف شد چیزی هم که نمیبینیم از نگار کم شده باشه پس میگه لابد یه چیز غیر مادی در اونش وجود داره که اون چیز غیر مادی جوهر حرکت این آدم اسمش میذاریم رو مثلا عین مثلا باتری که شما فرض کنید در یک ساعتی میندازید که وقتی باتری تموم میشه چی تموم میشه چجوری میشه این چی توشه که تموم میشه یه جریانی هست انگار یه الکتریسیتی اونو شما مثلا در انسان میگفتن این روح خب حالا این روح هم پس چه کامل فلان یه عالم صفات بهش میدادن خب اینجا الان در هابز و اینا نه دیگه ما اینجوری این فلسفه ماتریالیسم میگه نه میگه اگه اینجوریه خب پس یعنی چی مثلا الان این آدم که فلسفه نصف روحش در رفت مثلا نصف روحش رفت مثلا چی شد مثلا روح که نصف نمیشد. روح که مادی نبود روح که درش نقصانی ایجاد نمیشد چطوره که این هم زنده اصلا کار کرد نداره پس چه یه سری مبانی مکانیکی هی تر میشد یواش یواش هابز این مبانی در قبل هم بوده هابز میاد اینو به صورت نوین بیان میکنه و در روانشناسیش هم میاد میگه آقا پس یادتون باشه در روانشناسی ماتریالیستی ذهن روح فلان و همه اینا یعنی ماده حرکت ماده در مغز ما. یعنی در واقع هابس چی میاد میگه؟ میاد میگه که تمامی اینها یک نوع مبنای مادی برای هر فرایند ذهنی وجود داره ما باید یک مبنای مادی برای هر نوع حرکت ذهنی تصور کنیم فکر کردنتون فلانتون اینا همه وجود داره خیلی و ما برای اینکه بخوایم این فرایند ها رو درک بکنیم برای اینکه بفهمیم ذهن چیه افکار چیه ماهیت روان چیه باید بریم ماده رو شناسایی بکنیم به اینکه بریم دنبال رو جوهر غیر مادی و روح و فلان اینا. باید بریم فرایندها و مناسبات مادی مغز رو کشف بکنیم هر چه بیشتر این مناسبات رو کشف بکنیم اون ذهن رو بیشتر میشناسیم بسیار پس این نظریه آبز اینجوری بود خب حابز حالا بعدا گالیله رو میره میبینه چون اینا اتفاقات جالبی که تو زمان مثلا چون این گردن کل لفتی بودن حابز وقتی میره گالیله رو میبینه اصلا عاشق حرکت میشه گالیله مفهوم حرکت رو روش کار میکرد دیگه یادتونه در زمانی که گالیله رو در موردش صحبت کردیم گفتیم مفاهیم مثل آونگ نمیدونم اینا رو اون اومد پای ریزی کرد تفکر کرد در مورد شنی ذهنش با حرکت در واقع مشغول بود و در اینجا هابز وقتی میاد میاد با گالیله آشنا میشه مجذوب حرکت میشه میبینه ای چه جالب گالیله مثلا چه چیزای جالبی داره میگه خب از نظر جهان بینی عرستو که خب تا قبل از اینا حاکم بود بر دنیای اون موقع سکون ایستا بودن ساکن بودن وضع طبیعی جسم مادی بود یعنی جسم مادی طبیعا طبیعتا ساکنه در فلسفه ارسطو مگر اینکه یه نیروی بهش وارد شه که این مثلا حرکت کنه دیگه یعنی خود به خود ساکت ساکنه در حالی که گالیله با این مفهوم گفتیم مخالفت کرد گایله گفت نه کی گفته این ساکت این حرکت میکنه گایله یادتونه دیگه گایله اومد تو جلسه گایله یادتونه دیگه گفت همه اجسام مادی اتفاقا به صورت طبیعی در حال حرکتن و سکون یعنی ما یه نیروی اینا رو گرفتیم متوقف کردیم نگاه بکنید به زمین به خورشید به اجسام اینا کدومش ثابتن راهدا حرکت میکنن دور خودشون دور این هم دیگه همه در حال حرکتن ابر و ماه و خورشید و فلک در کارند همه در حال حرکتند پس در نتیجه گایله اومده بود اینو گفته بود دیگه و گایله چی میگفت میگه همه اجسام مادی بدون استثنا تو حرکتن خود زمین هم حرکت میکنه پس هر چیزی که رو زمینه هم حرکت میکنه وقتی از زمین حرکت میکنه پس تو اصلا توهم سکون متوجه هستین گایله میگه آقا سکون چه الان میگه من نشستم ساکنم ساکن چی تو زمین داری میچرخه تو هم رو زمینی کجا تو ساکنه تو نمیفهمی ولی در حرکتی چی چی شد فکر کردی که تو ساکنی ولی خب در تصور فلسفه ارسطویی حالا الان متجسد دیگه اون موقع چرا اینو میگفت چون اون موقع زمینم مرکز کره هست جهان و اینا میدونستان دیگه فلسفه شون برای مبنا بود دیگه چون این, چو این بنده خدا حالا حتی ارسطو خب هابز قرن 15 ارسطو مثلا این قبل میلاد شما خودتو بزن بلند شده خود دنیا میبینی که ساکت منم که وایستادم دیگه خورشیدم که داره میره دیگه صبح که اینجا بود زور که اونجا بود چبم که رفت دیگه پس اون حرکت میکنه ما هم که ساکت طبیعیه دیگه خب پس انچه یادت باشه که یکی از دلایلی که ما ارسطو رو بزرگ میدونیم این نیست که همه چیزایی که گفته الان درسته نه خیلی از چیزای فیزیکی متافیزیکیش یا قوانین فیزیک و علمیش الان شاید تغییر کرده باشه مهم اینه که این آدم در اون لحظه به فکری نبود بگه زئوس شاشید بارون اومد دنبال یک تبین علمی بود یعنی اومد تا قبلش اینا چی فکر میکردن تا قبلش مثلا در مورد باران شما میره افسانه های باران رو که میخونی میبینی میبینی که مردم باران رو ادرار میدونستن چجوری اینجوری فکر میکردن فکر میکنی خب اینا بشر اون موقع خواه تو جنگل و اینا سیستم توالت عمومی که نداشته که هر جو بوده میشوشیده کنار درختی جایی خب وقتی میشوشید چیکار میکرده نگاه میکرده به ادرار خودش زیر ادرارش چی بوده درختی بوده بوته بوده علفی بوده یه مورچه‌ای رد می‌شده با خودش چه تصوری می‌کرده شاش من برای اینا چون ادرار مثل باران برای خودمه این همونه دیگه پس احتمالا همونطور که من دارم روی اینا آب که نمیتونم جو خود به خود از آسمون بیاد لابد یک آدم گنده تری هست اون رو ما میشوشه خیلی طبیعی منطقه بشر اولیه مثلا فرسون خیلی منطقی بوده دیگه با اون بارانه بعد ایچ جالب ما این باران رو ما این باران میخوریم پس انگار شاش وقتی موجود بزرگتری انجامش بده ادرار موجود بزرگتر انگار فایده داره ارزش داره پس میبینید تصور این که آقا ادرار برای درخت میذارم شما الان خانواده‌تون رو ببینید برین پیکنیک بچه میخواد بشاش میگم برو پا درخت بشاش به درختم یه سودی برسه چه سودی به درخت برسه یه یعنی هنوز فکر میکنن که اون فایده داره دارن یه لطفی میکنن به طبیعت با شاشیدن پای درخت و فلان این تصورات از اینجا میاد دیگه در حالی که این اصلا اونجوری نیست که این ادرار چی تو فکر کردی این ادرار تو مفید مثلا چون این تصور در تو بوده دیگه سالها تو فکر می‌کردی من دارم آب اونجا رو میخورم آب آسمان رو میخورم پس چه آب این کسی که آسمان رو تو دید کردی این ادرار رو اگر یه آدمی باشه مثلا امین این امینه لابد خیلی باید از من باشه دیگه خیلی باید بزرگتر باشه پاش مشرقه دستش مغرب اسمش هم مثلا فلان میکائیل فلان جبرئیل فلان بمدان تصورات رو داره اینجوری میشه نمیدونم این باران نمیدونم اونجوریه فلان اینجوریه بمدان این رو تبیین بشر اینجوری بوده خب حالا در زمانی که ارسطو اینو میان میان این تبیینا رو عوض میکنن میان میگن نه این یه قوانینی حاکمه حالا در این خود این یک حرکت بزرگ. حالا در این قوانین شاید یه سری جوان به واسه اینکه ابزارم که نداشتن اون بدبخت‌ها تلسکوپ داشتن نه نمیدونم میکروسکوپ داشتن چی که نداشتن که خودشون فکر میکردن با این حال باز تا اینجا قبل از مسیح قبل از در واقع میلاد مسیح با تفکر خالی باز تا با این حال به اینجا رسیدن که یه اتمی وجود داره نمیدونم دنیا مثلا ات از اتم شکل گرفته برن. تا اینجا رو باز فکر کردن با اون فکر خالی مثلا چه از این روز که اینا دستاوردهای زیادی به هر حال هابز میاد چیکار میکنه میاد میگه که آقا گالیله خب پس این گالیله مفهوم خیلی جالبی میده دیگه حالا شما فرض کنید یه آدمی هست زمان گالیله و اینا گالیله رو میبینید اون موقع مسخره میکردن نیست میکردن جلوش مردم جلو گالیله مثلا وای میسادن بهش میگفتن من دارم حرکت من دارم حرکتم دیگه گالیله هم قاینه میگه اینا بدبختا اینا متوجه نمیشن دیگه گالیله در یک فضای زندگی می‌کرد دیگه میواد می‌گفت آقا شما همه در حرکتی اینا میگن آقا الان من کلیسا بهش میگم من وایس دادم دارم میرم کجا میرم تو دیوانه شدی تو عقلت نمیرسه این بهشون میگه بابا این زمین حرکت میکنه این اجرام در حال حرکتن اونا هم که تو بیخود کردی زمین ثابته خدا هم تو انجیل گفته گفته این زمین ثابته خورشید دور ما میچرخه تو قرآن هم که گفته اینجا هم که گفته اونجا هم که گفته ملت آیا شما قبول دارین زمین ساد مثلا ثابت ملت من بله. بله این گیجه این کافر شده این از قوانین انجیل اومده بیرون خب مثلا اما نبوغ حالا هابزو ببینید دوانی فیلسوف این میره اونجا با گایلی که صحبت میکنه میفهمه این راست میگه متوجه میشه که این درست میگه این در واقع نشاننده نبوغ خود هابز هم هستی خب بالاخره گالیله پس در چی میگفته گالیله میگفته که آقا این ماجرای عرستویی که همه چیز ثابته این مفهوم عرستویی که جه اجسام ثابتن و به صورت عادی میله به سکون دارن اشتباهه اجسام به صورت عادی در حال حرکتن و کاملا برعکسه ما برای متوقف کردنشون باید بیایم یه نیروی ایجاد بکنیم فلان بکنیم و زمین داره حرکت میکنه هر چی امروشه داره حرکت میکنه همتون دارین با سرعت انقدر ثانیه در مثلا فلان در فلانی در حرکتی خب حالا بعدا شما میبینید که یکی کی اینو میرین جلو یادتونه دیگه گفتیم کوپرنیک مثلا اومد یه چیزی کشف کرد بعد فیلسوف بعدی اومد فکر کرد که خب پس اگه اینجوری فصل ها باید اینجوری باشه مدار پس باید بیزی باشه پس بعدی اومد اینو گفت بعد بعدی اینو گفت حالا بعد از اینا نیوتن میاد دیگه نیوتن میاد در مورد جاذبه صحبت میکنه خب نیوتون چرا در مورد جاذبه صحبت میکنه با اینکه نیوتن میگه که خراس میگه گالیله دیگه محمد در حرکتی درست یا نه خب پس اگه در حرکتی می آرزو الان چرا پد نمیشه بیرون و اگه زمین داره با این سرعت میشه چرا آرزو پرد نمیشه و هیچی نگرش شده دیگه منطقیه دیگه وقت باقدم که نیوتون میاد میگه من حالا برای شما الان شاید منطقی نباشه برای نیوتون وقتی میاد فلاسفه قبلی روی یکی که میخونه به خاطر اینکه جمله که نیوتون داره میگه که آقا من بر روی شونه قولهای دیگه دیگه ای ایستادم که شدم بزرگترین مرد جهان مثلا از نظر علمی خب نیوتون اتفاقا میگن که حالا داستانی رو بهش مسروق میکنن که حالا من نیست که بهش میگن که تو چجوریه که فهمیدی مثلا جاذبه این میگه مگه میشه که شما نفهم این من میگه برای من عجیبه که شما چجوری نمیفهمین میگه برای عجیبه که شما چجوری انقدر نفهمین که نمیفهمین زمین وقتی میچرخه نمیدونم فلانه این همه سیب و فلان میفته زمین پس چرا ما می... شما الان یه چرخ و فلکی باشه بری توش با سرعت به چرخوننت خب تو پرت میشی بیرون دیگه تو سوار ماشین میشی سر پیش خب تو به این ور میل میکنی با سرعت ده کیلومتر حالا چجوری با این سرعت سرس ما داری میشه اونجا سرجات جاد می خوبی؟ و نیوتن میگه من همیشه شگفت زده از این بودم که شما چجوری چجوری اینه نمیفهمی خیلی تادی تا اصلا دلیل نداره که من بیام اینه توضیح بدم شما اگه عقل داشته باشین خودتون باید بفهمی پس یه مش احمقی نیوتن ادعا داشته که اینا یه مش عبله هن این مردم اینا یه موش آدم ابله که میدونن که تا آخرش هم ازدواج نکرده دیگه نیوتن اعتقاد داشت که اینا ابی مجبله با اینا اصلا نمیشه چیز کرد هم که چه برسی به اینکه بگی ازدواج بکنی با یکی دیگه نه اینکه حالا زن چیزو اساسا اصلا, اصلاً, اصلاً. یه زن هم صحبتی با اینا میگه اینا میشه قبل موضوعات چرت و پرت و مزخرف همش تو مغزشونه هم صحبتی باهاشون زجر رنج دانش مسی که الان شما رو بخوام به عقد مثلا یه گوشتم در بیاد اتهام شما مقاومت میکنین دیگه میگید که نه من با گوشتم نمیتونم زندگی کنم نیوتن یه چیزی احساسی داشته بخدا میگن که و های زیادی بهش مرب... منصوبه میگن اصلا یه بار سرش بخیه خورده این راه میرفته انقدر فکر میکرده به این مسائل و فلان این ندیده دیواری که تو دانشگاه بوده سرش خورده اونجا مثلا خونجی میکرده متوجه هم نبوده انقدر که غرق تفکرات و فلان اینا anyway, حال پس اینچه گفتیم که این رفت گالیله رو دید گالیله هم خب آدم گردن کلوفتی بود از نظر علمی و خب هم بعدها میشه این میره با اون ملاقات میکنه پس طبق نظر ما گالیله این متوجه میشه که همه اجسام مادی در حرکتن هابز فاصله به این اندیشه علاقمند میشه بنابراین هر چیزی که رو زمین هم هست حرکت میکنه چون زمین داره حرکت میکنه و حالت طبیعی برای هر جسم ادامه دادن حرکت در یک خط مستقیمه یه خط مستقیمی داره این حرکت داره ادامه میده مثل کره زمین که دور خورشید میره مگر اینکه مثلا یه نیروی بیاد اونجا تغییر بده خب هابز خودش اصلا میاد میگه من اسیر این گالیله شدم اصلا دقیقا از همین لغت استفاده میکنه هابز یه اصلا من بنده این گالیله شدم که این عجب مثلا تفکر جالبی این چقدر مثلا آدم حسابیه و این تفکر که کل واقعیت از ماده در حال حرکت داره شکل میگیره در ذهنش ایجاد میشه هابز. و یواش شباش تبدیل میشه به دیده اصلیش که آقا واقعیت ریالیزم از ماده شکل میگیره به ویژه ماده که در حرکت متوجه شدین این ای خیلی چیز مهمیه این متوجه بشین خواهشان یکم تمرکز بکنید گوش کنید اینو بفهمید که بعدش متوجه بشین که چرا مهمه این حل میکنه کلید مرگ رو دیگه کلید در واقع روح و روان و مرگ رو حل میکنه پس میگه ریالیزم واقعیت کل واقعیت همه واقعیت یعنی ماده در حال حرکت پس مرگ یعنی توقف حرکت مواد شیمیه چون شما قلب از حرکت وای میس کلیت از حرکت وای اون ماده دوپامینه ترشو نمیشه این بالا میگه این خیلی چیز مهمیه توی فلسفه ماتریالیسم بعد یاد بگیرید پس ببین اینجا با ملاقات قبلش خابس خودش اون پس زمینه های چیزو داشته قبلش خودش رگه های مثلا استعداد در واقع اینو داشته دیگه فرصفهش درست کرده بوده بعد یادتونم باشه که اینجا نبودی که هاوز با گالیله ملاقات کرده هاوز آدم کوچیکی بوده هاوز اون خودش فیلسوف بوده معلم خصوصی پادشاه بوده آدم حسابی بوده خودش جزو گردن کلوفت تفکر بوده بعد وقتی میره با اون ملاقات میکنه میبینه یه چه جالب من دارم به این فکر میکنم که همه چیز مادیه حالا اینم رشتش فیزیکه رشتش نجومه داره میگه آره نه نه تنو که همچین مادیه گالیله میگه تازه حرکت هم میکنه تازه راه هم میره <تصفح> اینم اون میگفته هابز به عنوان فیلسوف میگه ای پس چه جالب پس واقعیت ریالیسم یعنی ماده در حال حرکت حالا شما یه گزاره واقعی بگو به نظر چی واقعیه این خیلی چیز مهمیه شما مثلا میخوای بگی شب واقعیه روز واقعی خب بله روز و شب یعنی چی یعنی یه ماده‌ای داره حرکت میکنه دیگه خورشیدی مثلا حرکت کرد پس توهم و خرافات و تخیلم زمانی که شما بخوای یه چیزی رو از حرکت ثابت بکنی فلان بکنی مثلا بهش یک جنبه غیر مادی بدی جنبه غیر مادی بهش میدی این دیگه خارج از دنیای ماست در دنیای ما وجود نداره پس حالا اگر یه نفری داره فکر میکنه تفکر یعنی چی تفکر یعنی ماده که ذهن یعنی چی ذهن و تفکر و نمیدونم همه این چیزی که در مغز ما ایجاد میشه یعنی یک بستر مادی که در حال فعل و در حال حرکت حالا شما الان مردی مثلا خب حرکت متوقف شد شما قرار بود همیشه حرکت کن حالا متوقف شده قلب متوقف شده جریان خون متوقف شده مغز فلان جا متوقف شده ریه متوقف شده فلان هورمون متوقف شده پس تو مردی آی روح از بدن رفت بیرون و ما مثلا فلان شد و اینا میگه چطو این چطور پرت؟ این همه داستان بسیار پس چه وقتی میاد اینو میگه میگه کل واقعیت از ماده در حال حرکت تشکیل میشه این میشه ای جانمایه دیدگاه ماتریالیستی پس این دیدگاه ماتریالیستی مفاهیمی مثل ماده متریال مثل مثلا مکانیزم مثل این مفاهیم رو میاد تولی میکنه و یواش یواش اینقدر این عاشق حرکت میشه هابز که اصلا بهش میگفتن عشق حرکت هابز حرکت بهش میگفتن میگفتن این اصلا مجذوب حرکت شده اطرافیانش آدما میگفتن این دیگه اصلا جذب این مسئله شده در حرکت خب پس علیت در دنیای مادی و مکانیکی هابز به صورت فشار یا ضربه ظاهر میشه و همه یه تغییرات به همین علت شک میگیره علیت یعنی چی؟ کازالیتی کازالیتی علیت دیگه هر چیزی که وقوع بیه علت هر پدیده علیت چرا الان مثلا یه گل شکفت چرا مثلا فلان اتفاق افتاد هر چیزی که در ماده ای که یک علیتی درش بخواین شما پیدا بکنین اساسا خود کازالیتی علت علت همه چیز به دو شکل میتونه در فلسفه متریالیستی ما هابز ایجاد بشه یا فشار یا ضربه خب الان مثلا من میخوام حرکت مثلا یه ماشین رو راه ببرم خب فشاری میدم این راه میره دیگه مثلا الان شما پس مثلا الان من به شما چی میگم به شما میگم ماشین چرا حرکت کرد علیتش چیه فشاری بهش وارد شد یه پیستونی هستون تو یه میلنگی از یه چیزی هست اینا یه سری ضربه ای زدن این به اون ضربه زد اون به این ضربه زد یه فشاری طولی شد این رفتی حالا ایمان چرا الان رفت از اینجا به اونجا مثلا خب یه فشاری یه ضربه ای ایجاد شد بستر مادی مغز یه هورمونی ترشو کرد یه فشاری به یه عصبی اومد یه ضربه به فلان سیناپس زده شد یه فشاری به فلان ماهیچه اومد این استخون یه ضربه بشه اینا همه مجموعه این مکانیزم اونجا پس اگر ایمان رو به عنوان یک انسان یک مکانیزم ببینیم گفتیم ما میگه همه چی ماده است که شیه حالا یه سری مواد زندان مثل این خب باش ایمان یه ماده یک شیه که یک مکانیزمه این مکانیزم علیتش چیه فشار و ضربه علیتش خداوند و روح و نمیدونم اون چرت پرتا نیست من روح از خودم دمیدم من نمیدونم فلان این چیزی که میاد میگه که حالا همین میبره تو دیدگاه روانشناسیش هم منتقل میکنه دیگه که میگه همه همه انگیزه های روانی که شما دارید یه یعنی نوع فشار همش فشار شما به خاطر فشاره که رفتی ازدواج کردی به خاطر فشاره که عاشق میشی به خاطر فشاره که غذا میخوری فرشه کم آب بخور خفه نشین همه <applause> <applause> فشاره خب ببینید اینا خیلی مهم ها میدونید چرا الان فروید شما ها خوندین دیگه توی این مدرسهتون یاد دارین فرویدو. فروید رو فروید گفتیم چی بود کازولتیش فروید علتگرایی و دلیل رفتار انسانی رو ناخداغا میدونست و چی میدونست تلاش برای رهایی از تنشن و فشار میدونست دیگه این تحت آبزه دیگه این فرو چی میگفت فرو میگفت آقا شما برای چی میخوای بری رابطه جنسی برقرار کنی چرا میری خود ارزیابی میکنی یه فشاری از تو آلت تناسلی دیگه تو بچه الان غذا میخوری یه فشاری از تو فرشه بچه, بچه میخوری غذا تو بچه میخوری. من... یه فشاری از تو میداد دیگه یه تنشنی است تو برای چی الان مثلا میای میگی که من نمیدونم عاشق فلان چیزا یه فشاری داره از یه نیازی از و نیاز فشار بهت میهره تو یه رفتاری تولید میکنی خب حالا تو اسمشو میذاری عشق فلان بعد اینا باشه بگو اینا از علمی اینا وجود نداره تو اینا میگی پس اگه فروید وقتی میاد میگه لذت یعنی enjoyment فروید چی میگه تو کتابش میگه جوی ایز lack of tension لذت فقدان تنش است در فلسفه فروید در روانکاوی لذت الان مثلا من به فرشته بگم مثلا شما کجا لذت بردیم میگه مثلا من دیروز رفتم مثلا خونه مثلا کتایون آبگوش خوردیم لذت بردیم اصلا مفهوم لذت یعنی چی یعنی چی که لذت بردیم از نظر فروید در روانکاوان لذت یعنی نبود تنش یه تنشی وجود داره اون تنش رو وقتی شما میای ارضا میکنیم میشه لذت یه تنشی در معده شما هست شما گشنت ارزاش میکنیم میشه خوردن جذاب دیگه حالا این کباب مثلا این تنش رو دارد. شما توی مسانت پره شما الان دقت کردین دستشویی کردن و مدفوع کردن و ادرار کردن چه لذتی داره تنشن دیگه مسانه پر میشه فشار میاد شما میگین دستشویی میکنی راحت میشه رودت مثلا یه بادی داره رهاش میکنی راحت احساس راحتی میکنی شما وقتی باد معدت رو داری تخلیل میکنی خودت خیلی خال میکنی با این کار دیگه چرا؟ چون داره تخلیل میشه فشار داره برداشته میشه دیگه تنش در روده داره حضب میشه شما وقتی مسانت ادرار میکنی خوشحالی مدفوع داری میری دستشویی خوشحالی قضا میخوری خوشحالی تشت آب میخوری خش اینا همه تنش پس همه لذت های دنیا داره تنش رو به میبره اینا از حافظ رو بیم که بیم که این کلاور این یا در جلسه یونگ یاد یه ویدیویی هست از یونگ این وقتی که فروید مرد این ویدیو رو داد بیرون تو دا وقتی فروید زنده بود جورت نمیکرد این حرف رو بزنه یونگ فروید که مرده بود خواهی یونگ یه هفتش سال باشه باشه مصابیه کرده پیرم شده بود بزنید تو یوتیوب میاد مصاحبه یونگ یه فیلم اصلا هالیوود میاد چی درست کردن 40 دقیقه 50 دقیقه یه نفر میره باش مصاحبه میکنه به فروید هم میان میگن هالیوود میاد به فروید میگه که اون موقع بیا جلسات روانکاوی رو ما فیلم برداری کنیم خیلی فروش میره فلان اینقدر میلیون دلار هم بهت میدم مثلا خودی مثلا مقاله پول زیادی هم بهش پیشنهاد میکنن که فروید قبول نمیکنه میگه این اصلا خیلی کار اهم غیر اخلاقی یعنی شما بهم پول بدین به من من جلسه خصوصی بیماری مثلا و اینا بهش میگن نه اب نداره ما بیمار تو آمریکا مثلا یه پول بیم... جور میکنیم اونم خوشحال مثلا بیاد بازی بکنه فلان باشه بعدام با باشه فرید میگه نه ما کار انسان روانکاوی و اینا بازی نیست که شما به فیلم بگیریم مثلا همه, همه چیز میخوایم بفروشین شما آمریکایی و فلان اینا قبول نمیکنه در حالی که یون میره چیز میکنه میره با بالاخره یه نفر یه باش میکنه و اون موقع فرید هم مرده بوده دیگه توی اون مصاحبه یه قسمتش فروید میاد میگه که یون میاد میگه که من کانت میخونم اصلا میاد بعد میگه من خیلی کانت میخونم فروید نمیخوند کانت خب بعد ها روانکاوا من تحلیل میکنم میگه خب تو این چه دلیل که میتونی بگی, بگی من کانت میخونم اصلا همین که گفتی اینقدر کودکانه تو دلت میخواد چون این تا آخر عمرش تلاش کرد که از فروید بزنه جلو نمیشد دیگه اون فرسنگ ها جلوتر بود در از نظر شخصیتی هم یه سری عوامل غیر اخلاقی درش بود که خب اونجا میاد میگه که این فتر و کسانی که مثلا یون فروید رو میشناختن خب همه با اون موقع برخلاف این نظر میدادن شاگرداش که این نه خیلی هم آدم و مطالعه بوده علاوه بر اون اثراتشون که میخونی میبینی انقدر از فلسفه از ادبیات بگی تاریخ بگی مثال هایی که اصلا میزنه از شکسپیر و نمیدونم اینور و اونور انقدر مثال میزنه که نشون میده که این اصلا خیلی مطالعات خیلی عمیق هم داشته و خوشمایی دوبین تیکه های ردپاشو میبینی دیگه فروید مثلا این لذت رو چجوری تعریف میکنه از هابز گرفته دیگه یا مثلا فروید چی میاد میگه فروید رشد روانی رو در چی میدونسه بالغ رو کی میدونسه فروید میگفته آدم بالغ کسی است که توانایی به تعویق انداختن لذت رو داره بلوغ یعنی توانایی به تعویق انداختن لذت توانایی تحمل تنش خب حالا اصر ما رو نگاه کنید دیگه به حماقت و جهالت شهره این طرف میاد اصلا مفتخره که من گوشنم میشه و عشین میشه رو یعنی چه من گوشنم میشه خود تعمل کن این چه حرف مزخرفی تو میزنی که من مثلا چیکار خالی میشه پاچی میگیرم این احماقت دیگه یعنی شما فرزان اصلا بلوغ یعنی این که تو بتونی و تو اون وقت مثلا تو تجاوز کردی به دختر رو مثلا دختر شاگردت بوده دختر مثلا دوستت بوده نشستیم با هم یه فیلم نگاه کردیم تو یه دفعه دستت رو پایین خب تو بلوغ نداری دیگه تو نتونستی بندازی عقب دیگه چجوری تو نتونستی هم باقر راحت اونجا تجاوز کردی خب بعد بالغ نیستی از نظر نگاه روان فرویدی شما بچه سه ساله گریه میکنه داد و بیداد میکنه گوش نشه خب آره طبیعی یاد نگرفه بندازه خب تو که سی ساله تو مثلا چی گرفه مثلا نتونستی نمیزی عقب خب بندازه خب پس از تبلوغ از نظر فروید یعنی توانایی به تعویق انداختن لذت و توانایی یا به, نوعی توانایی پذیرش تنش خب حالا این هابز داره همین میگه دیگه داره چی میگه هابز میگه که آقا تعلیت خیلی حرف بزرگی ها نمیگه دلیل ایمان دلیل شکوفه دلیل قنچه دلیل باران میگه الیت اصلا کازولتی علیت در دنیای مادی و مکانیکی دو تا دلیل داره فشار ضربه خب حالا شما میای میگی که یه نفر به یکی تجاوز کرد علیت چیه به فشار هیجانی داشته بلدم نبوده بالغم نبوده که اینه بنو زرا از طریق درست هم نمیتونست بیاد ارزاش بکنه خب تبدیل شده به انجاری با همین راحتیم می, می گفته. حالا ایمان مثلا چیکار کرد ایمان رفت مثلا یه سه تا پرس مثلا چلو کباب خورد خب گوش نشه علیت یه گوشنگی میگه فشار مغز یه تغییراتی مادی درش ایجاد شده یه هورمونی گرفته فلان شده بعدا شده حالا شما میتونید در نگاه بزرگتر بیای چی بگی بیای بگی همه اینا در راستای بقاه باشه بقا هم در مفهوم حرکت گالیله میگفته دیگه روی ایمان باید مغزه این قیابه رو میده معده ای کار کنه کلیه کار اینا یه حرکتی باید داشته یکی شو کار بیفته مو بشه تموم می‌کنه خب این چیزی بودی که این میگفته هی یادآوری میکنم قرن رو یادتون باشه کی داره اینو میگه زمانی داره اینو میگه که مثلا فرض کنید که اندیشه عمومی اون موقع انقدر در دسترس نبوده و ببینید یکی از آپشنای هاپس چی بوده یکی از آپشناش این بوده که رفته شده معلم خصوصی مثلا بچه پادشاه و این باعث شده بتونه به دسترسی داشته باشه به کتابخونه مثلا الان نبوده که شما هم راحت بتونی یه دونه کتاب مثلا فرسون حسن اومده نوشته فلان جا یه نسخه چاپیش مثلا بوده یا دستیش بوده مثلا تو کتابخانه پادشا شده اینجوری نبوده که این بتونه پی دی اف پیدا بکنه فلان بکنه به این راحتی در دسترس نبوده دنیای اون موقع دانش خب پس چه این میاد همین ماجرا رو به دید و روانشناسی هم منتقل میکنه همین دیدش رو به روانشناسیش هم منتقل میکنه میاد چی میگه میاد میگه کل انگیزه روانی که در انسان وجود داره یه نوع فشار اصلا اساسا موتیویشن انگیزه روانی فشار چه حالا یه فشار پیش رونده باشه چه پس واپس زننده باشه اینا فشار حالا میاد میگه این فشار دو تا نوع داره در روانشناسی شاپس میگه یه فشار فشار واپس زننده است ریگرسیو یه فشار فشار پیش رونده است پراگرسیوه. خب حالا این چی میگه میگه این دوتا جهین انگیزه موتیویشن یا پراگرسیو یا ریگرسیو یا پیش رونده است یا پس رونده است حالا اگر پیش رونده بشه چی میشه مثلا میشه میل پس رونده بشه بیزاری الان میفهی مفهوم فرویدی ها رو ببین دیگه از کجا گرفته فروید فرود چجوری این جرقه ها توی زندگی زده پرخاشگری نمیدونم سایق مرگ سایق زندگی خب بعد میاد میگه حالا اینا به صورت های مختلفی وجود داره تو روان آدم دیگه شما بیا بگو مثلا تمایل وقتی من تمایل دارم به سارا پیش رونده از انگیزم نفرت دارم از سهر پس روند است همه اینجوری تبیین میکنه عشق و نفرت شادی و غم غم پس الان شما میفهمید که پس روند شادی پیش روند است مثلا خب این واژه ها رو وقتی میبینی نمایانگر خیلی جالب میگه میگه این واژه رو که میبینی نسبه اولش یه نصفه اولش یعنی میگم میگیم عشق و نفرت نمیدونم فلان این عشقش نمیدونم قسمت های اولیه اون تمایلات پس روند پی پیش رونده میگه اینا هم نیازها و تمایلات بشر دیگه و تا زمانی که زندگی متوقف نشه به سکون نرسه حرکت از بین نره اینا هم متوقف نمیشه زندگی رو بگی کره زمین که میکنه این امیال هم بگی خود آدم که رو کره زمینه مصاحبه با گالیله رو یادتون باشه دیدار با گالیله ببینید این تاثیراتو میزه خب یعنی میاد چی میگه میاد میگه آقا پس در چه زندگی در حرکت باید باشه وقتی حرکت متوقف بشه توقف حرکت یعنی توقف زندگی پس این میاد چیزی که میاد اینو میگه میگه نیمه اولش در واقع تمایلات و نیازهای ارضا نشدنیه این نیمه اول تمایلات ذاتن ارضا نشدنیه نیازهای ارضا نشدنیه و در بی پایانه یعنی تا زمانی که زندگی راست میگه ارضا نمیشه دیگه شما قضاوت که گوشنگی ارزان تو تا, تا زنده ای هست دیگه همینجور تا وقتی که زنده اینا مثلا هست این نیمه اوله میگه اینا ارزی میگه این بخشی از این نیازها نیمه اول ارضا نشدنیه خب ببینید هر جفت معنا مثل عشق و نفرت گرسنگی و مثلا نمیدونم سیری نمیدونم تمایل و بیزاری اینا انگار همه این نیازها به دو بخش تقسیم میشه یه بخش اول انگار مثبت پیش رونده است عشق یه بخش دومش انگار پس رونده است منفیه مثل مثلا نفرت این میگه این نیمه اوله نیازهایی که امکان نداره بتونی ارزاش بکنی تا زمانی که زندگی در جریانه اینا هم در جریانه تا شقایق هست زندگی باید جریان این میره اصلا اینجوری نیست که در واقع متوقف بشه اما نیمه دوم این قسمت دومی مثلا بیزاری و فلان و بمدان همشون جنسی از ترس از نابودی و مرگ پس نیمه اول اون بعضی از نیازها یعنی قسمتی از انگیزه های درونی بشر نیازهای به هیچ وجه ارضا نشدنیه همجا ارضا باید بکنیش تا آخر اون یه قسمت دیگه از انگیزه ها و نیازهای ما هم نماد نماد شمایل یا تصویری از ترس از مرگ مثل مثلا تنفر و فلان و همه آدم ها از مرگ دور بمونن دیگه خب متعیش شد این فلسفه روانشناسی شو انگیزه رو در واقع این گونه تعریف میکنه به دو بخش بستش میده هابس بعد وقتی میاد به دو بخش این انگیزه رو بست میده میاد میگه که آقا یه نیمی از این انگیزه پیش رونده است مثل عشق مثل دوستی مثل محبت مثل قضا فلا اینا اینا همه میگه نیازن که به هیچ جرزا نمیشن و تا زمانی که زندگی در حرکته اینها باید هی پاسخ داده بشن هر وقت زندگی متوقف بشه شما این نیازت متوقف میشه به قول سعدی چشم تنگ مردم دنیا پرست یا قناعت پر کند یا خاک گور سعدی همینه یا اینا ارضا نشدنیه شما هرچی هم بدی دوباره بازوری میخواد شما هر غذا بخوری بود فردا نده پس این نیمه یه نیمه دیگه ای از تمایلات و انگیزه های درونی روان انسان نمادی از ترس مرگ نفرت نمیدونم خش همه نمادی از ترس از مرگ خیلی و مرگم میگه چیزیه که ما در هر حال در هر حال حاضریم همه کار بکنیم که باش روبرو نشیم دیگه مرگ از چنین چیزی دیگه خب پس این میشه تفکر بنیادین هابز در رابطه با حالات روانی بشر خب این تفکر این تفکر رو هاوز به فلسفه سیاسی هم بستش میده خب چرا بستش میده؟ به خاطر این خب فلسفه سیاسی چیزی که انسان تولید میکنه سیاست برای انسانه روان انسان پس چیزی رو تولید میکنه که هم شکل خودشه دیگه متضاد خودش که سیاست تولید میکنه پس اینجا هابز میاد چی میگه یک فلسفه میگه این فلسفه هابز بسیار فلسفه معروفیه در فلسفه سیاسیش و میدونید که هابز فلسفه سیاسیش مقدمه به فلسف بقیه فلسف جنبه های فلسفیشه یعنی اصلا در فلسفه سیاسی خیلی پر کاربرد تفکراتش امروزه فلسفه سیاسیش خیلی معروف خب هابز میگه که نهایتا این ترس از مرگ که در ما وجود داره باعث میشه که ما یک جامعه ای رو تشکیل بدیم ببینید جرقه های تفکر اگزیستانسیال که الان شما در فلسفه اگزیستانسیال میبینید در فلسفه اگزیستانسیال هم مرگ رو یک ترس وجودی میدونه و تمدن رو پاسخی به این پدیده میبینه یعنی فلسفه وجودی هم شما هم اون موقع هم میگه که در اون موقع هابز میاد چی میگه میاد میگه اصلا آقا جامعه جوامع رو ما به این علت ایجاد کردیم جامعه رو ما به این علت تولید کردیم چون از مرگ میترسیم تا چه ما میخوایم که این مرگ رو کنترل بکنیم پس ما این جامعه درست کردیم خب پس چه میاد چیکار میکنه در فلسفه سیاسیش میاد میگه انسان ها جامعه رو از ترس مرگ تشکیل میدن بدون جامعه در واقع میگه هیچ اثری از قانون و نظم و عدالت نیست پس چون مرگ سریتر ایجاد میتونه بشه خب پس چون معلوم میترسن که آقا ما در واقع چیز بکنیم دیگه بیایم با مرگ رو به رو پس میگن یه سری تولید میکنن یه سری نظمی رو تولید میکنن که مرگ رو حداقل تا حدی به عقب بندازن پس چه هابز میگه در وضعیت طبیعی هیچ اثری از قانون و نظم و عدالت نمیتونیم داشته باشیم زندگی جنگ همه با هم است حابز اینو میگه این جملهش خیلی معروفه که میگه زندگی جنگ همه با هم از همه با هم دعوا دارن طبیعت اینجوریه داروین هم بعدن میاد اینا رو در واقع به شکل دیگه ای نشون میده که در طبیعت ما همواره تلاش برای چی داریم تلاش برای تنازع داریم دیگه پس فلسفه سیاسی هابس چی میگه میگه جنگ همه با هم است دستاورد ماها در این طبیعت چیزی به جز خشونت و فریب و یا خود هابز میگه زور و تزویر میگه دستاورد بشر چیزی به جز زور و تزویر نیست و یه کتابی داره به نام لویاتان سال 1651 1651عددا رو دقت کنید موقع کتاب فلان چاپ کرده 1651 میاد همین کتابی میمیسه و میاد میگه که آقا تصویر طبیعی که در تمدن وجود داره تصویر طبیعی بشر تصویری از زور و تصویر و دغلکاری و خشونت و خشم و فریبکاریه ذاتن ما میل به این مسائل داریم و میاد میگه که یه جمله ای رو میاد اونجا میگه میگه حراس دائم و خطر مرگی فجی همواره در انسان وجود داره اصلا ببین ما در مکالمات روزمره میگه فلانی چجوری مرد خیلی برای وقتی هر روز من به شما زنگ بگم مثلا فلانی مرد اولین سوالی که شما میپرسین چجوری مرد یعنی برات جالب برات مهم نیست این مردنی زیاد خبر مهمی نیست این چجوری مرد مهمه که تو چرا ناخداغا دیستوری بدونی چی مرد چون میخوای بدونی که این فجی مرد یا نه این رنج زیادی کشید یا نه و اصلا اینقدر جالبه که شما همین بیانیه که میدن مثلا فرشای ملکه الیزابت که مرد یا هر کسی آدم معروفی که میمیره از خواننده بگی تو کس دیگه اطرافیانش که بیانیه میدن چی میدن میگن در صلح و صفا در کنار دوستان و خانواده در آرامش مثلا مرد یعنی مرگ رو یک پدیده لطیف جلوه میده خب حافظ هم میگه دیگه میگه آقا این جنگ همه با همه است و یک تصویر هولناکی در بشر وجود داره و اون تصویر هولناکی یک وضعیت به هولناکی رو تو همین کتاب لوتیانش میاد نشون میده و بعد میاد میگه که آقا اصلا ما حراس دائمی داریم ما از مرگ فجی هم میترسیم ما همه دوست داریم مثلا در رخت خواب فلان اینو ما اصلا از اینکه به بدبختی مثلا بمیریم خرسند نیستیم پس چه این باعث میشه که همین ترس ها همین حراس ها همین پدیده درونی مرگ باعث میشه که ما تمدن تولید کنیم که بتونیم مبارزه بکنیم باش دیگه خب پس اینجا ما از اینکه در انزوا بمیریم فقیرانه بمیریم نکبت بار بمیریم نمیدونم خیلی بد بمیریم از اینا ناراحتیم با خاطر همین که این رو حل بکنیم تمدن تولید کردیم حالا شما هر در تمدن میبینی از نظر هابز تلاشی برای فائق آمدن بر این ترس درونی ترس بر مرگ پزشکی تولید کردیم خاطرمون ازدواج میکنیم برای اینکه بچه دار بشیم مثلا از انزوا نمیریم چهار نفر دورمون باشن اینا همه هایی که ما داریم میکنیم حالا هابز میگه این مسائلی که در درون ما وجود داره باعث میشه که آدما یاد گرفتن با هم عهد ببندن متحد بشن و تلاش بکنن که از این چنین وضعیتی بیان بیرون دیگه خب بیان بیرون آخر ما عهد ببندیم با هم که من شما ببینید ازدواج عهد می‌بندیم که آقا من تا مریضی و در من از اون تو همون ازدواج مقابل بکنی حالا شما چه به مسیحی چه به فارسی چه به آلمانی به هر جا ازدواج بکنی یه سری جملات مبنی بر که آره من کنارتم تو دهن سرویس هم من هستم مریض بشی فلان بشی من در بدبختی تم هستم در انضباط هم هستم تو همین شیوه ازدواج غربی میان میگن دیگه مثلا بگو که من این طرف رو در غم و شادی در نمیدونم بیماری و درد در تنهایی و پیری مثلا پذیرام فلان و مدان اینم میگه آرو توی همین آرزوهای فارسی رو ناخون طرف عروسی کرده مثلا مادر بزرگی تو شب وقتی تو رو تو لباس سفید می‌بینی میگه با لباس سفید بری با کفن برگردی نه نشان. این آرزوی مثبت اینجوری نیست که داره نفرینت میکنه یعنی تا آخرش با هم باشی تا مرگ کنار هم باشی خب کفن رو سفید میگیره لباس عروس هم سفید میگیره که انگار که ابتدا و انتها یک یکسانی مشترکی رو داره نشون میده پس انگار که این تعهدها این ازدواجها این فرهنگ ها این مسائلی که ما تولید کردیم به نظر هابز همه تلاشی برای فاق آمدن به ترس مرگ خب در این چه اینا ما یه کاری میکنیم که از این وضعیت بیام در بریم دیگه حالا هابز میاد میگه این عهد و پیمان هایی که ما داریم میبندیم که بیا با هم ازدواج بکنیم میگن فلان بکنیم دوست بشیم متعهد شیم کشورا با هم کنار بیایم فلان بکنیم میگه همش چرت و پرت و یه مش کلمات تو خالی و معنی هیچ کمکی هم برای حفظ امنیت ما نداره پس باید یه پشتوانه براش تولید کنیم یعنی چی میگه اینکه ما اومدیم به تو گفتیم که آقا من خیلی دوست دارم تا هم گفتی منم که دیگه تا آخرش با تو هم مثلا فلانو یا ما دو تا کشوریم که اومدیم گفتیم که بیا با هم قرارداد صلح ببندیم یا بیاین فلان کارو بکنیم میگه اینا هیچ کدوم فایده ای نداره حرف اصلا یه جمله خیلی معروفی داره در رابطه با واژه میگه واژه ها برای خردمندان در حکم ژتونه واژه برای خردمند مثل ژتونه ژتون مثل چک بوده اون موقع جتونی بوده تو می‌رفتی یه جا می‌دادی به پول می‌دادی دیگه مثلا الان هم توی چیز استفاده می‌کنن توی همین قمار قمار خونه ها مثلا کلوپا مثلا شما یه ژتون سیاهی می‌دی این به 100 دلار می‌ده قرمز می‌دی حالا قراردادایی دارن خودشون دیگه مثلا این رنگش اینقدر فر هابز میاد میگه واژه برای خردمند مثل ژتونه اما برای احمق مثل پول نقد. خب یعنی خردمند واژه چه حالا شاید برای ابله پول نفت حرف مفت دیگه خب حالا میگه پس در نتیجه ما نمیتونیم بیایم یک ارز کنم خدمتون که این همبستگی رو این مسائلی که وجود داره رو ایجاد بکنیم بدون اینکه این, که این تعهدات پشتوانه ای داشته باشه خب پشوانه میگه باید چی باشه هابس زور پشوانه میگه باید زور باشه تا نباشد چوبه تر فرمان نبردی گاو خر هابز اینو میگه ما داریم تو ادبیات خودمون که آقا باید مثلا برای آموزش برای فلانی نظمی باشه یه زوری باشه فلان هابز اینو میگه یعنی آقا این بشر ذاتا قبلش گفتیم نگاهش اینه که آقا این بشر ذاتا اصلا مخرب خراب کار. پس این این میاد با دختر ازدواج میکنه با پسر ازدواج میکنه با همسایه قرارداد میبنده که من به حریم تو تجاوز نمیکنم این باغ تو این باغ من این کشور تو این کشور من خطکشی کنیم کنی میگه اینا همه چرت و پرته این بعد زور بالا سرش باشه وگرنه این قراردادش باد هوا مثلا یه باشه باید یه قانونی باشه باید یه ارتشی اونور باشه که این اگه حمله کرد بزنیم توی سرش باید یه نیروی راهنمای رانندگی باشه که این چراغ رو بکنه تو حلقش و یعنی این راحت میشه این خودش عقلشه میرسه بمونه اونجا میگه ما باید اینا رو داشته باشه پس میگه زور و تزویر پشوانه در واقع این زور پشوانه در واقع عهدیه که انسان ها با هم میبندن بدون حضور اینها هیچ فایده ای نداره میگه هیچ کسی که بتونه پیمان بشکنه هر آدمی که بتونه پیمان شکنی بکنه و مجازاتی در کار نباشه میشکنه میگه اصلا ذاتش اینه خب خیلی فلسفه سیاسی ها باز انگلیس رو نجات میده باعث میشه که این پادشاهیش و اینا تا اینجا بمونه قوانینی تولید میکنن تو انگلیس که الان میبینید که غنی ترین کشور جهان دموکراسی هم که تو امریکا شما داری میبینی باز صادره انگلیس استرالیا رو میبینی کانادا رو میبینی فلان میبینی میبینی اصلا هابز تفکرش متحول میکنه در واقع تاثیر میذاره از انگلیس بگی تا امریکا تا این اونور تاثیر میذاره همیشه پس میاد چی میگه میگه آقا این آدم منافعش که تجربه بکنه چیز منافعش که ایجاد بکنه این بلافاصله فاصله پیمان این اینجوریه اه... توبه کنم به هر نفس هابز اینو میگه که اینا توبه هر نفس توبه میکنه لذت توبه کردنم توبه شکستن از توبه است از. یعنی لذت توبه کردن توبه, شک توبه کردن اینه که بشکنیش توبه رو نگه داری که لذت نداری که توبه کنم به هر نفس که بشکنم میگه از من توبه میکنم به عشق این که بشکنمش لذت توبه کردنم توبه شکستن از توبه است شما اصلا این ها بزینی میگه اینا اصلا توبه میکنن که اینا می اعتراف میکنن پاکشن برن باز خطا بکنن میرن اصلا پیش کشیش اعتراف میکنن که الان اون کشیش بگه دیگه بخشیده شدی برو دوباره از اول کیلومتر صفر برو این اینو میگه خواب میگه میدونیم این اینجوری هم. اینا توبه یه شریده را حافظ میگه توبه, کن... توبه کردم که دیگر من این نخورم به جز از امشب و فرد و شب و شبهای دیگه این حافظ میگه اینا اینجوری هم پس هنچه باید یک قوانینی وجود داشته باشه که ما بتونیم اینا رو معاهدات رو ایجاد کنیم و حالا جالبه میاد چی میگه؟ میگه تنها راه گریز از این مخمسه ایجاد یک شرایطیه که نقض قوانین به نفع هیچکی نباشه وقتی به نفع هیچکی نباشه اون موقع قانون رایت یعنی الان ببینیم به نفع هیچ کدوم از ما نیست که مردم چرا قرمز رو رد کنن چون میتونن بزنن به ما پدرمون در بیاد ما اون ور راه قرمز باشیم اینجوری باشه پس چه به نفع هیچ کدوم از ما نیست که مالکیت خصوصی زیر سوال بره چون معلومه که برم بزنم تو سر ایمان مثلا موبایلش بگیر خب بالاخره از من قوی ترم هست دیگه یکی بالاخره میاد میزنه تو سر من دیگه این پس به نفع حسین لاهیجی یه شعر داره موزین لایچه خیلی شاعر خوبیه بخونینش از این میاد چی میگه شما میدونید که میگن دست تو فارسی مسئله داریم میگه دست بالا دست بسیاره این میاد میگه که آن دست که بالاتر از آن دست دیگر نیست دستی است که جا در کمر یار نماید میگه اون دستی که دور کمر یاره فقط بالاترش دستی نیست بقیه جا همه جا یه دستی بالاش هست شما تصور نکن که مثلا حالا اینجا فکر کنی که قوانین مثلا به نفع تو باشه فردا مثلا آقا یکی میاد میزنه باز توی سر تو هابز اینو میاد میکنه. میگه ما باید یک جوری درست بکنیم که نقض قانون اصلا به نفع کسی نباشه خب الان من مثلا با خودم که فکر میکنم میگم بله من زورم مثلا به آرزو میرسه مثلا به ایمان میرسه میتونم بزنم توی سرش موبایلش بگم خب فرشته زورش به من میرسه اون میتونه فردا بیاد باز من بگیر پس بهتره که من سند رو در ملک بهش اعتقاد داشته باشم نه یا اینجا سخنرانی کنم بگم که نه کی گفته که این زمین خداست من برم به زور بگم نه اعتقاد داشته باشم بگم چون نقضش به نفع من نیست حتی اگر منم صاحب سند نباشم حتی اگر خانه ایم به نام من نیست بلاخره من رویای اینه که دارم یه روزی چیزی به نامم بشه پس چه؟ به نفع که من بیام این قوانین رو بپذیرم خب حافظ حالا میگه برای اینکه ما بخوایم این کارو بکنیم باید همه بپذیرن که قدرت رو به یه مرجعی بدیم که کارش اعمال قانون باشه و هر که قانون شکنی کرد دهنش سرویس کنه یعنی ببین قوانین سیاسی به دوباره الان شما الان اینا براتون طبیعیه اون موقع نبوده که اون موقع قوه امنیه و نمیدونم فلان و قضاییه و نمیدونم عرض کنم خدمتتون که قانون اساسی مبتنی بر نمیدونم حقوق شهروندی و پلیس راهنمایی رو را. اینا که نبوده که این تفکر اون باعث میشه که در انگلیس تولید شه اینا اینا همه تولید شه قبلش اینجوری نبوده قبلش خب قوانین میتونست متغیر باشه من میتونستم الان ایمان بیاد و من بگه که من زدم تو دهن آرزو مثلا تلاش گرفتند و من بگم که خواهی آی ایمان تو انگلیسی اون ولزیه ایرادی نداری گردی که گردی بعد از هابس یواش یواش اینا میان متوجه میشه که نه این اینجوری نباید باشه ما باید بیایم قوانینی رو داشته باشیم یه مرجعی هم بهش بسپریم که این خارج از مثلا قدرت حکومت و, و فلان و اینا باشه پادشاهی و اینا باشه خیلی خوب پس این مرجع میاد میگه که باید آقا ما قانون بهش بدیم که قانون شکن مجازات بکنه قدرت یا مرجعی اینجوری هم باید از همه گروه ها و افراد جامعه بالاتر باشه اصلا باید قدرت مطلق داشته باشه و هر مخالفی اینه بگیرم پدرش در بیرون خب یه هر گونه مخالفتی که بکننم باید بیفایده فایده باشه اصلا شما نباید بتونی باش مخالفت کنی خب الان هم درست کردن دیگه شما هم اگه میتونی الان مثلا تو انگلیس به مخالفت کنی با نیروی انتظامی یا همینجا تو ترکیه یا تو ایران یا هر جایی میری بگی من مخالفم که چرا قرمز 3 دقیقه باشه میگی تو بی کردی که موافقی یا مخالفی. اینجا چهار راه چرا قرمز دو دقیقه تو, تو با نظر بدی به عنوان چی شد که فکر کردی با نظر بدی تو با وایسی پشتش شما بیخود کردی که مخالفی که من کمر ببندم ما میگیریم پدرت در میگیریم جریمت میکنیم چهار بار باشه بیم. مثلا باطل میکنیم گواهی تو در واقع باشه میگیم میذارم زندان تو نمیتونی بگی من مخالفم میگه اینجوری ما بعد قوانین بذاریم شما نمیتونی فردی بگی آقا من اعتقادی به این مرز مثلا ایران و ترکیه ندارم میخوام برم اون خونه سازی کنم خب باشه بکن ببین ما چیکار یه مرجعی رو ما میدیم اسمشو میذاریم قوه قضاییه اسمشو میذاریم پلیس نیروی امنیت یه قانون مطلق که پادشاه ها میان و میرن شهروندا میان و میرن اون هست اون سر جاش قانون فرق اون پدر بزرگ که تو هم بیاد بعد وایس پشت این چراغ قرمز ما قانونی تولید کنیم به نام چراغ قرمز رفعش هم نمیکنیم این هست مثلا حالا پس این میاد اینو میگه که باید هم رو درست بکنیم بدیم به فرد مطلق تا هر مخالفتی باهاش اصلا بشه و میگه این تنها راه ایجاد آزادی و امنیت به غیر از این میگه اصلا راهی نداره در جامعه بشری میگه ما به غیر از این نمیتونیم راهی رو ایجاد بکنیم میگه این انقدر آزادی رو بالا اتفاقا میبره این ماجرا که باعث میشه که بیشترین حد امکان آزادی رو اتفاقا ما ایجاد کنیم در غیر این صورت میگه اگه نباشه همچین مرجعی میگه اصلا سنگ رو سنگ بند نمیشه چون این ملت به ذات دوچار هر و مرج و اینا میکنن جامعه هر. خب بعد یه جمله خیلی جالبی میگه میگه اینا یه آدم باید انقدر یه آزادی داشته باشه که خودش رو آزاد بدونه که همونقدر آزادی رو برای دیگرانم روا بدونه خیلی حرف مهم دیگه پس این چی در اونجا میاد چی میگن؟ میاد میگن خیلی خوب شما بردداری رو باید برداری چون آزادی خودت هم زیر سآل میبره مثلا یا هر چیز دیگه میگه آقا این باید آزادی در حدی باشه پس ما اگر مرز آزادی رو بخوایم با فلسفه سیاسی هابز بکشیم یعنی یه نفر به شما بگه آزادی باید تا کجا باشه ما تا کجا آزادیم مثلا چقدر میتونیم آزاد باشیم به تو جایی که شما تا اینقدر میتونی به دیگران تا اینقدر میتونی طلب آزادی بکنی که خود برای دیگران هم قایل. شما چقدر برای خودت آزادی قائلی همینو برای دیگران قائلی یا نه فکر می‌کنی اونا بعد آزادیشون نسبت تو کمتر باشه خب حالا اگر فکر می‌کنی اونا آزادیشون بعد کمتر باشه به نظر اونا بعد کجا باشه آزادیشون هر جو باشه آزادی تو هم بعد اونجا باشه شما حالا اعتقاد داری که مثلا من بعد تو سن چه برم بیرون میگه خب باشش کنه خواهرت هم بره بیرون مشکلی نداره که زنت هم بره بیرون تو هم باش بیرون تو میگی که نه ما بعد خواهرم ساعت 6 بعد از ظهر مثلا خونه باشه خب باشه خودت هم خونه باش یا آزادی باید مرزش اینجوری باشه و اگر یعنی نمیگه میگه نمیشه میشه تبدیل میشه به هر جمعش. نمیشه میشه دیکتاتوری میشه یه گرفتاری که یه عده به عده دیگه ظلم ایجاد میکنه حالا میگه این مرجعی که ما تولید میکنیم که باید کنترل بکنه این علوم سیاسی رو جامعه سیاسی رو میگه حالا میخواد یه گروه باشه میخواد یه فرد باشه اسمش پادشاه باشه یه گروه باشه شورای سلطنت باشه اون موقع دیگه حالا این نمیدونسته که مثلا قوه قضایی و فلان اینا باشه هر چی باشه میگه آقا این مرجعی باشه حالا هر چی هست اما نکته اصلیش این بوده میگه قدرتش رو نباید از خدا یا از هیچ مرجع بالاتر یا قدیمیتری ایجاد بکنه بلکه باید این قدرت رو از مردم بگیره یعنی این مرجعی که حالا شما اسمشو گذاشتی قانون پادشاهی نمه قوه قضایی نیرو انتظامی هرچی اسمشو گذاشتی این نباید قدرت رو از خدا بگیره یا نباید از مر ببین این خیلی حرف جالبی میزنه میگه نباید از خدا بگیره و نباید از مر... خودش میگه نباید از مرجع بالاتر یا قدیمیتر بگیره یعنی چی مرجعی بالاتر یا قدیمیتر مرجعی بالاتر میشه خدا قدیمیتر هم میشه در از قبل میگه نه این باید هی از خودش بگیره هی بر رفراندوم کنی تو هی باید قوانین رو در واقع بیای چیز بکنی فقط از کجا میتونی بگیره از مردمی که منافع مشترک دارن اینا دارن الان چیز قرن مثلا و الان در حال حاضر ما هر داریم با هم زندگی میکنیم خب اینا من با ایمان و سارا و سهر و کتایون و فرشته و فلان اینا یک چیز مشترک دارم دیگه یک منافع مشترکی دارم همه اون یه جدا داریم خب پس چه من بعد قدرتم از اینجا بگیرم مردم پس این قدرت رو از مردم میگیره مردم هم قدرت رو بهش میدن تا بتونه منافع اینا رو حفظ بکنه و میگه مردم این قدرت رو میدن که اینا بتونن منافع آزادی و امنیت رو این مرجع حفظ بکنه که میگه خیلی جانبه. هابز میگه امنیت مهمتر از آزادیه تو فلسفه سیاسی هابز میگه امنیت مهمتر از آزادیه پس حالا اون زمان چی میاد میگه میگه قدرت مطلق بدیم به پادشاه هابز میگه این قدرت مطلق بدیم به پادشاه بدیم به همین چارزی که الان هست نه برای اینکه اون پادشاه رو دوست داریم و فلان برای حفظ منافع همه ملت پس اصول فلسفه سیاسی هابز رو شما میبینید چیه دیگه اصول فلسفه سیاسی هابز اینه که باید یه قدرت جامعی باشه که کنترل بکنه در واقع جامعه رو مردم باید این قدرت رو از مردم باید بگیره اما از کدوم مردم از مردم قدیمیتر نه بالاتر نه بالاتر حالا میتونه خدا باشه میتونه مثلا یک نیروی عمیقی باشه که ما در اون جامعه اعتقاد داریم از انسان بالاتر هرچی باشه از اون نباید بگیره پس دیگه از باید بیرون از قدیمی ها هم نباید بگیره شما نمیتونی بگی سنت فرهنگ 200 سال پیش 400 سال پیش بعد از جانب پس ببین این فلسفه سیاسی باعث میشه که یه چیزی به نام فدرالیزم شما میبینی در بعضی از جوامع وجود داره شما میبینی مثلا ایالت مثلا الان در هم ترکیه هم که ما زندگی قوانین شهرداری که مثلا من الان درش زندگی میکنم می‌تونه با قوانین شهرداری اونور متفاوت شما میتونید در اینجا توی استانبول مثلا در یک شهرداری میتونه این مجوز اینو بده که شما در اینجا مشروب بخوری تو خیابون بشینی مثلا کنار خیابون آبجو بخوری مثلا مثلا یه جایی مثل بشیکتاش مثل ببک مثلا توی محدودا کافه مثلا میتونه کنار خیابون یه کافه ای چهار تا سندلی بذاره آبجو بفروشه مشروب بفروشه ولی شاید شهر یه شهرداری دیگه ای باشه مثلا محلی مثلا محله مثل فاتی مثلا محله دیگه ای که اینجا هست که شاید اون شهرداری اجازه نده اونجا الکل بشه اشکالی هم ناد. چرا چون شهردار و اون نماینده رو اونجا چون انتخابات شهرداریشون انتخاباتیه دیگه مردم انتخاب میکنن حالا اون شهرداری رو مردم بهش قدرت دادن مردم هم که قدرت دادن اومدن شنیدن صحبتاشو و موافق بودن مردم اون محله گفتن ما اینو میخوایم باش ما اینجوری دوست داریم پس بعد قدرتش رو از مردم بگیر و مسئله مهم دیگه ای که میگه میاد میگه که امنیت و آزادی رو این حاکم قرار ایجاد بکنه اما امنیت مهمتر از آزادیه ببینید این فلسفه سیاسی هابس پادشاهی اون موقعی انگلستان وقتی میان یواش یواش این تفکراتو ایجاد میکنن باعث میشه که خب این حکومت پادشاهی میمونه دیگه یعنی عملا فلسفه رو در اصول سیاسی خودشون وقتی میان جاری میکنن شما میبینید خب مراجع سنتی معون مرجعهای سنتی مثل سلطنت علا که به صورت تشریفات اما میتونه کارکرد خودشون نگه داره از بین نمیره دیگه مثل که شعرهای دیگه دوشار تنش نمیشه بسیار حالا هابز میاد چی میگه؟ میاد میگه که آبا هر مرج از خودکامگی و دیکتاتوری بدتره یعنی در فلسفه سیاسی هابز هر مرج یک جامعه بی در یک جامعه خیلی شدیدتر و بدتر از فلسفه اینه که یک جامعه خودکامه باشه دیکتاتوری باشه یعنی میاد میگه که مردم از هر مرج اجتماعی بیشتر میترسن تا دیکتاتوری قابیل میگه الان شما عهدهتون این سالو بپرسید دور به نظرت که الان شما مثلا در یک کشور دیکتاتوری زندگی بکنی پادشاهش مثلا پینوشه باشه نمیدونم فلان باشه یه دیکتاتوری مثل هیتلر باشه نمیدونم باشه احاس امنیت بیشتری میکنی یا اینکه در یک جامعه خرطوخر باشه یه دفعه مثلا یکی بتونه بیاد تو خونت به تجاوز بکنه پولت به دوز حقوقت نده سر کار فلان کنه میگی برات چیز خب مسلما شما میگه جا بدتر دیگه چون دیکتاتوری بالاخره باز یه نظمی توش بالاخره باز یه قوانینی وجود داره مثلا شما باز میدونی که آقا اگه من مثلا در این جامعه دیکتاتوری ایران مثلا یه روسری سرم بکنم یه چادری سرم بکنم بیام برم بیرون باز مثلا احتمال چیزا هست ولی اونجوری که دیگه اصلا هیچ امنیتی ندارم ها باز اینجوری میاد میاد میگه پس عموما انسان ها و ببینید شما الان در فلسفه سیاسی این شیوخ ایرانی هم این شیخ هم که میان تو تلویزیون صحبت امام جمعه ها مردم از چی میترسونه میگه ما دیکتاتوریم باشه ولی عوضش هر جمعش. حکومت الان اب بره تصاویری که تولید میکنن ببین چیه یه آدمی رو نشون میدم یه جهاز دخترم مثلا نمیدونم اینا رفتن ریختن خرابش کردن نمیدونم یکی دیگه میاد میگه ماشینمو سوزوندن یکی میگه آی نمیدونم اینجوری کردن بانک آتیش زدن یعنی همش هی دولت داره چیکار میکنه هرج و مرج رو بولد میکنه وقتی هم که مردم میان تو خیابون و به صورت مسالمت آمیز میخوان اعتراض بکنن یا در اعتراضشون هیچ آسیبی نمیرسونن دولت میاد چیکار میکنه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی دستور تولید هر مرج میده میگه ببینید خودتون بانک ها رو خراب کنید بریم سربازا خودتون برین آتیش بزنید برین هر جور تولید بکنید که من بتونم بیام به اینا بگم ببین دیکتاتور بهتر از ارجمارجه او یعنی این کار میکردی نشون بده که ها حالا اون موقعی نمیگه هابز میاد میگه که آقا غالبا و اساسا انسان ها هر رو بدتر از دیکتاتوری میدونن اگر قرار باشه یک انتخابی داشته باشن جامعه بین دیکتاتوری و هر جمعه عموما دیکتاتوری رو میپذیرن یعنی الان اگه به شما بگم که آقا انتخاب بکن دموکراسی نداریم یا دیکتاتوری یا هر جمعه میگه مردم میگن دیکتاتوری چون هر جمعه خراب بدتره اینجوری خودم که حالا میبینیم که یه سر جواب مثلا مثلا همین ایرانم هم برای اینکه دیکتاتوری رو توجیه کنه تولید هر میکنه دیگه بعد همین که با یه نفرم صحبت میکنی بهش میگی که میخوای قوانین و آزادی رو مثلا حتی در مقیاس خانواده هم تولید کنی تو اگه بری مثلا به برادره یا به پدره که مثلا یک خاندان فرضون یک ماهیت سنتی داره بهش بگی که آقا این دختره برای چه چیزی نمیدی هر وقت دلش میخواد مثل پسر بره بیاد میگه آره دیگه خر تو خر باشه دیگه هر غلطی دلش میخواد بکنه اینا یعنی چی یعنی داره اشاره میکنه به هر جمعهش دیگه میگه پس اینجا طبیلاست دیگه هر وقت دلش بیاد هر وقت دلش بره اساسا سری میاد چیکار میکنه بین یک دوگانه سنتی درست میکنه بین آزادی و امنیت و بعد در این دوگانه خب آزادی میبازه دیگه میتونه آزادی همیشه میبازه دیگه الان من به شما بگم که خب جان فرش جان شما دوست داری که مثلا بیای بیرون مثلا 15 نفر به تجاوز کنن دستت هم قطع کنن فردا می 15 نفر دیگه پات قطع کنن چهار روز بمیری این بیشتر دوست داری یا اینکه مثلا یه بخش از آزادیات رو بدی خب شما به نفع امنیت آزادی رو میدی دیگه قربانی میکنی این کاری که اینا هابز میاد میگه دیگه هابز میگه اینجوری که اینا هم شما میبینید الان سران مملکت ما همین کاری میکنه دیگه آزادی رو که میخواد قربانی کردنش رو توجیه بکنه امنیت رو میکشه وسط بین دیکتاتوری و هرج و مرج هم هرج و میکشه وسط در اینجاست که در فلسفه سیاسی هابس هابس چی میگه میگه امنیت مهمتر از آزادی و دیکتاتوری هم بهتر از هر جو خب در میگه مردم از هر چیزی از حکومت از هر اجتماعی بیشتر میترسن و به واسطه همینه که اصلا به استبداد تن میدن یعنی میان مستبدین مردم از هر جمعه میترسونن و اینجوری میان نقش میگیرن میان به شما میان که آره شما این ترکمنا رو نمیشناسین شما این فارسا رو نمیشناسین شما بلوچا رو نمیشناسین عربا رو نمیشناسین برای هر کدومش چیزی میگین ترکمنا اینا به جز قبیله خودشون همه رو اطلاع میکنن فارسها ها همه رو میکشن عرب ها این گونن ترک ها اون گونن، ها این گونن. پس در نبود یک حکومت دیکتاتوری مثل ما هر جمعه ایجاد میشه که به نفع ایش کس نیست خب هابز میاد چی میگه میگه اینا رو یادتون باشه زندگی هابز یادتونه دیگه جنگ داخلی انگلیس نمیدونم مرگ ملکه اول براتون گفتم دیگه این اون موقع زندگی میکرده دیگه وقتی پادشاه رو اعدام میکنن خب خب پادشاه حکومت رو حق الهی خودش میدونست دیگه مردم هم اعدامش کردن اون موقع تو انگلیس خب چی شد بعدش بعد از اینکه پادشاه انگلیس رو اعدام کردن میدونید که تو انگلیس این دوران سلطنتش یه برهه کوتاهی بینش جمهوری و حکومت پارلمانی ایجاد شد دیکتاتوری و هرج و مرجی ایجاد شد که مردم اومدن گفتن آقا ما پادشاه میخوایم همین اتفاق تو ایران داره میافته دیگه الان می بینید دیگه حالا ما تاریخ ما 400 سال عقب‌تر از اون هست دیگه یعنی دیوی سال دیگه هم ما شیخ رو بکنیم مثل کلیسا مثلا پرکتیکی که ما داریم میکنیم می این دیرتر از اتفاق جای اونجا داره میفته مثلا اتفاقاتی که الان در امریکا داره میفته شما میتونید بفهمید که صد سال دیگه اینور میفته آزادی های مثلا هم جنس گرایان نمیدونم فلان شما متوجه در جامعه ایران الان بسرش داره ایجاد میشه دیگه بعد متوجه میشید که آقا 100 سال دیگه احتمالاً 200 سال دیگه تو قانون اساسی ما هم بره دیگه حالا کم دیرتر ولی میره خب این هابز اون موقع دیدن که پادشاه کشتن پدرشون در اومد مردم کشور پر خشونت و بدبختی و فلان و بمدان و اینا خود هابز اصلا یه کتابی میاد مینویسه در رابطه با تاریخ جنگ های انگلیس که همون نبرد مارستون مور و اینا رو اونجا میاد توش توضیح میده جنگ های انگلیس اینا میاد حرف میزنه یعنی تحت تاثیر اون فضای امنیتی شهید زمان خودش هم بوده خب میاد میبینه که این امنیت هابز میبینه که فقط یه جوری ایجاد میشه تو مملکت با استبداد نظامی و این اصلا جوجی نمیشه تولید کرد و بعد هابز مشاهده میکنه که علارغم که یه دفعه نیروی استبدادی بلند میشه میاد مثلا هر جو از بین میبره ملت ناراضی هم نیستن ملت بدشون نمیاد ملت میگن اوکی همین همین نظر رو ببینید مردم در مورد رضا دارن دیگه به مثلا میام میگن که آقا زمانی که رضاخان مثلا وارد مملکت شد هر جو مرج بود تو مملکت این ور مثلا نمیدونم عثمانی اومد بود اینجوری میکرد اون نمیدونم فلان بود این اینجوری بود اون اونجوری بود. پسنجر رضا با یه قلوری تونست این هرج رو از بین ببره همین اتفاق در باعث میشه که باعث محبوبیتش میشه دیگه چون هرج رو شما به هر شکلی از بین ببری مردم در شما رو دوست خواهند داشت دیگه خب این هابز زمانی که این کتاب لویاتان یا لویاتانش رو می نوشت فرانسه تبیدش کرده بودن اون موقع اه و اون موقعی که این داشت می نوشی توی انگلیسی دیکتاتوری بود به نام اولیور کرامل. این اولیور کرامل تو اوج قدرت بود دیگه تو دیکتاتوری هم بود و و خب نهایتا هاب البته آخرش میره چیز میکنه مصالحه میکنه با کرامل به انگلیس برمیگرده اما بالاخره حکومت سلطنتی دوباره تو انگلیس برقرار میشه همین شاگرد سابقش چارلز دوم دوباره میشه پادشاه انگلیس مردم دوباره بر میگردن همین پادشاهی که میخواستن خلق و قدرتش بکنن و بهش میگن آقا ما بیچاره اشتباه کردیم بعد بهتر یواش حالا از این تحولاتی که در اندیشه سیاسی هابز ایجاد میشه انگلیس جدیدی زاده میشه یواش در عرض 200 سال 300 سال بعد اندیشه سیاسی هابز خیلی رشد میکنه و جامعه اونجا خیلی در واقع تغییر میکنه خب این بود داستان جناب آقای هابز که میبینید که آدم خیلی جالب از فلسف... فلسفی خیلی جذابیه یعنی مطالعه بکنید آثارشو شگفت زده میشید بسیار خب سوالی چیزی دارید بله من یه سوال داشتم همون که درباره اون ماتریالیسم و اینا صحبت کردیم که هابز در اوور دو تا سوال دارم یکی این که فرمودید مادگرایی مدرن میخوام ببینم که به صورت سنتی یعنی قبل از هابس چه کسی اینو گفته به بیشتر فکر می‌کردم بس عرصو عرصو دیگه, بود. دیگه, بود. دیگه اونا مدر نبود یعنی و اینا در واقع طبیعینشون از جهان مادی اولا به شیوه ما هابز نبود سانین اون جهان غیر مادی رو هم نمی اینجوری رد کنن اونا در واقع اون جهان غیر مادی رو غیرقابل قابل درک میپنداشتن و در بعضی از موارد ما ردش میکردن ولی نگاهشون اینجوری مثل این خیلی منسجم اومد گفت آقا اصلا چیزی به نام ماده نیست ما یه مکانیزم داریم اسمش مکانیزم یه چیزی داریم به نام متریالیسم ماده داریم خارج از اون فلان ذهن و توزیع داد کارکردهای روانشناسی رو اومد ارزیابی کرد تو فلسفه سیاسیش اومد اینو نقش داد یعنی منسجم دیگه اومد یه ساختاری رو تولید کرد علاوه بر اون مسئله دیگه هم بود که در فلسفه ماتریالیستی ارسطویی حرکت اینگونه طبیعی نمیشد ولی در اینجا تغییر کرد این اجزا متفاوت بود اما بله اگر شما بخواید در یک قالب بزرگتر ببینی این رد پاش بود این جنگه اینجوری که این جنگ نبوده این رد پاش بوده از همون از زمان افلاتون خیلی ها بودن که به جوهر مادی اعتقاد داشتن خیلی ها بودن که نه جوهر غیر مادی رو اصل میدونستن اما در این حال اون یکی را مثلا افلاطون جوهر مادی رو رد نمی کرد میدید بالاخره میفهمید که بالاخره جوهر مادی اما خیلی ها بودن که اون رادیکال ها کسایی که در اون تیف رادیکال بودن جوهر مادی رو اصلا توهم میپنداشتن گفتن این چیزی که شما واقعی نیست اون هم جدا. اون طرفی‌ها ها هم باز یعنی این جدال بین تجربه گرایی و در واقع عقل گرایی گرایی یا ماده گرایی و در واقع چیزی که جوهر مادی و جوهر غیر مادی همواره بود متاه هابز دیگه در یه عصری زندگی میکرد که عصری بود که علوم نوین داشت تولید میشد دیگه از این ور جلسه قبلیاتون دیگه از این و کوپرنیک زده بود تو گوشه بشریت از این ور نیوتون اومده بود از این ور گالیله اومده بود از این ور خود هابس تو فلسفه اومده بود بیچاره کرده بودن کلیسا و پادشاهی و سلطنت و اصلا تمام اون بنیان های سنتی رو ریخته بودن بیرون دیگه خب سال بعدی چیه ایزه سال بعدی اینه که در اینکه حقیقت اون چیزی که ما بتونیم اندازه گیری کنیم حالا اون چیزی که اول به ذهن حقیقت نه واقعیت واقعیت بله اولش سایه به ذهنمون رسید بعد دیدم خب که قابل اندازه گیریه ولی مفاهیم انتظایی رو هاد چجوری چه مفاهیم انتظایی؟ بگو یکی بگو اینه چیه مفاهیم انتظایی چیه؟ یکی بگو مثلا مثلا وجدان دروغ انتظایی... چرا فیلم که انتظایی اینه؟ خب اینی نیستن دیگه چرا اینی نیستن؟ قابل لمس قابل لمس آره آره دیگه از نظر فلسفه متریالیستی قابل لمس دیگه فرایند شیمی مغز تغییرات هورمونی و شیمیایی مغز حالا تو بهش میگی اسمش رو میذاری جوجنا خب محرک تمامی موتیویشن ها لذت ها در فلسفه روانشناسی حالا دیگه الان فکر می کنم تا دقیقه گذشته از گفتنش باید یادتون باشه این بلده بلده. چی بود تمامی انگیزه فشار. فشار, یا ضربه وجدان الان یه ام. مثال وجدان بگو چی مثلا تو رفتی مثلا فرض زواج کردی رفتی با یه نفر وارد رابطه شد وجدانت به درد گرفت و دروغ هم گفتی واش این کارو کردی یه فشاری درت بوده این نیازی رو میخواستی ارضا بکنی و در نتیجه اومدی یه رفتاری رو تولید کردی و اون نیاز و فشاری هم که در تو بوده پیامده تغییرات شیمیایی و پیوندهای درونی و حالا تو به بلوغ نرسیدی نتونستی اون نیاز رو بیای از راه درست ارضا بکنی حالا مادر چی باشه عاطفی فلان جسمی اش باشه نتونستی هم به تعویق بندازیش خب پس چه شما میبینید که چیزی وجود نداره تمامی اون مفاهیم انتظاری هم که تو میخوای تعریف بکنی نهایتاً اگر بخوای در بستر انسان در روانشناسی اگر میخوای صحبت بکنی یعنی بیا که آقا فلسفه روانشناسانه هابز آیا من میتوانم چیزی رو پیدا بکنم بعد اینجوری از خود سوال کنی که آیا من میتوانم گزاره ای رو پیدا بکنم که زیر بناش فشار و ضربه نباشه آیا من میتونم نمیتونی پیدا کنی که همش پس نمود این ده نگاه میگه تبیین تو در واقع در حالت دیگه است. خب سوال دیگه چیه؟ همین بود دو تا بود سلام. دیگه بسیار پس چه؟ بیمایه به قول معروف فتیره در فلسفه. ماده اگر وجود نباشه فایده ای نداره. اون فقر در واقع مادی در اندیشه منجر به ایجاد یک توهم و فلان و اینا میشه دیگه چیزایی که وجود خارجی نداره رعال... و واقعیت از نظر هابز واقعیت گفتیم چیه واقعیت ماده در حال حرکت واقعیت حالا تو میگی من وجودم به درد ماده خیانت کردم واقعیت چیه یه ماده وجود داره که در حال حرکته یه نیازی است در ذهن تو در حال حرکت بودی حالا, حالا این اتفاق حالا اینکه شما بیه بگی آقا از نظر اخلاقی آیا رفتار من درسته یا غلطه اون یه پدیده دیگه است اون باز دوباره میتونی در با نگاه هاوز یا ها هر کسی از نظر اخلاق بیه بررسیش بکنید با فلسفه اخلاق ولی ماجرایی است که ماجرا اینه که علیت ایجاد خیانت یا اون کار غیر اخلاقی تو حضور یک انگیزه است که این انگیزه یا پس رونده است یا پیش رونده است یا پروگرسیو یا ریگرسیو به قول هابز که الان در رابطه با خیانتی که تو میگی اندیشه مثلا چی بوده یا اندیشه پروگرسیو بوده یه اندیشه پیشرونده بوده شما مثلا یه نیازی داشتی نیاز عشق بوده این نیاز مثلا علاقه بوده این نیاز ارزای مثلا یک فشار درونی بوده خب چرا حالا دچار ارزا وجدان شدی به خاطر اینکه یک نیاز پروگرسیو در جامعه تقبیح شده تو احساس وجود حالا وقتی به ما هابس چی میگه میگه تمامی این چیزی که شما داری میگی این احساساتی که داری میگی اموشن نمیدونم احساس گناه هر چیزی که داری میگی زیرش یک فرایند مادی وجود داره اون فرایند مادی اگر ما بریم از مغز تو بگیریم در لحظه ای که عذاب وجدان داری میبینیم مثلا فلان مسیرهای دوپامینرژیک تغییر کرده اینجوری شده اونجوری شده پس حالا اگر من الان دارو به تو بدم این مسیرها می او میره اون مسیر میگه ما داریم دیم. مثلا ما الان مریض میاد پیش ما مثلا میگه که آقا من مثلا فرض کن چه میدونم از دوست پسرم جدا شد از دوست خواهرم جدا شد بچه‌م مرده شوهرم فلان شد من میخوام چی شد میگه همش از اوجان این بچه از اوجان میگه فکر میکنم که مثلا این زنده بود مثلا من کتکش زدم خب شما بهش داروی میدی این بعد از 6 هفته اصلا اصلا فکرم نمیکنه به اینکه این مرد نمرد مثلا من کار بدی کردم نکردم ماجرا عوض بشه خیلی عمالی خب دیگه سوال چیزی دارید تا اگر سوال چیزی دارید بفرمایید که بعدش میخوایم بریم حالا یه پس خواب زیدید که از فلسفه خیلی جذابه و اینا این آدمایی که تا حالا صحبت کردیم اینا مجموعه در واقع متفکرین مدرن رو در واقع پای ریزی میکنن دیگه دانش مدرن به معنای امروزی در واقع از این آدم ها نشد گرفت خب اگر سوالی ندارین بعدش میخوایم بریم سراغ یک فیلسوف جذاب دیگری به نام جناب آقای دکارت که از قولهای در واقع فلسفه است دیگه دکارت دیگه الان داریم یه به عصر قولها میرسیم دیگه که اینا همه عقلگرا دیگه عقلگرا هن در واقع رشنالیسم سنت عقلگرایی و رشنالیسی رو در واقع دنبال میکنن خب